خب بینندگان عزیز با سلام به شما، امیدوارم تا این زمان رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی رو که در پیش دارید اوقاتی بهتر شادتر باشه. همونجوری که میدونید در این منطقه طوفان بود و ما شانس آوردیم، فعلا از طوفان خبری نیست، ولی ساوت یعنی جنوب بیچاره مردم گرفتار هستن، 150 نفر گیر افتادن، کسی هم نمیتونه بره کمکشون کنه. همونجوری که بهتون قول داده بودم، امروز مژده ما برای شما حضور آقای لادن در ویرجینیا هست. وقتی ایشون گفتن که دارن میان واشنگتن من خیلی خوشحال شدم. بعد خبر طوفان آمد، گفتم ای شما شدید حضرت نوح و طوفانم داره میاد، حالا که داری میای لطف کنید اینای مجلس و سنا و اینا رو بریزید تو این کشتی، ببرید بریزید توی دریا. نمیدونم ایشون همچین کاری رو انجام میده یا باور داره که اینا رو اگه دریا بریزیم دریا هم کثیف میشه. آقا خیلی خوش آمدید، خیلی خوشحالم که تا حالا هوا همچین بد نبوده. البته دیشب شما وقتی پرواز کردید یه کمی تأخیر و یه کمی هم لرزش و اینها، این لرزش ها بد نیست، بعضی وقتا لرزش که میاد وقت آدم قدر اون آرامش معمولی رو میدونه. من چندین برنامه با شما داشتم و صحبت کردم، خیلی ممنون، خیلی خوشحالم از آشنایی با شما و یاد گرفتم از شما. هر وقت از شما پرسیدم که آقای امیر حسین لادن کی هست، یه مقداری دربارش صحبت کنیم، شما به خاطر این علو طبع و اینا گفتید که خب منم یه آدمی هستم مثل دیگران. امروز یه کمی برای ما بگید که آقای لادن کیه، امروز در آمریکا چه کار میکنه، سالها پیش در آمریکا اوضاع و احوالش چجوری بوده، تا بعد این بحث رو ببریم به سوالاتی که بوده و دوستانی که سوال کردن. یکی از دوستان ما هم که برنامه داره جمعه ها، تا دیروز به ایشون گفتم که شما میاین، یک آدیوی رو ارسال کردن. البته چون من و شما با هم صحبت نکردیم در این رابطه، ممکنه بعد از برنامه شما من پخش کنم، شما در برنامه آینده در موردش صحبت کنید. آقای امیر حسین لادن کیست؟ چرا امروز تو کشور خودش نیست و توی آمریکا هست؟ با درود به شما و درود به بینندگانتون، سپاسگزارم از اینکه این فرصت رو به من دادین. فکر کنم داستان اینکه چجوری من گرفتار شدم و زندان قصر در زمان خمینی شاید اون یه مقداری کمک کنه. در حدود یک هفته 10 روز پس از بازگشت خمینی و سخنرانی که توی بهشت زهرا کرده بود، من سخنرانی خمینی در بهشت زهرا و سخنرانیشو در پاریس، اون نکاتی که با همدیگه 180 درجه متفاوت بود، اینها رو زیرش خط کشیدم و کپی کردم و دعوت کردم از متصدی‌ها و مسئولین گروه‌های مختلف که توی انقلاب نقش داشتن، اینا اومدن تو دفتر، من به هر کدوم یک کپی دادم و گفتم که بر اساس اینی که می‌بینین انقلاب به نتیجه نرسیده. همون اول این در حدود 2 هفته پس از بازگشت خمینی به ایران، گفتم انقلاب به نتیجه نرسیده و ما میبایستی با در نظر گرفتن این واقعیتی که جلوتونه حرکت کنیم و سازمان هامون و گروه هامون رو آرام نکنیم، کنار نذاریم. ولی چون که من جوان بودم و تجربه نداشتم، شما وقتی میخواین یک چنین جلسه تشکیل بدین میبایستی اول یکی دو نفر رو با خودتون همراه کنید که پس از اینکه شما بر اینو ارائه میکنیم یکی دو نفر برنشن و در چارچوب گفته شما موافقت کنن. من این کار نکرده بودم. اولین کسی که برنش شد آقای کتابچی بود که از یاران خمینی، از پشتیبانان خمینی بود و ایشون گفت به همون لحجه خودش، آقای لادن عرق امام خوش نشده، شما دارید توطئه میکنید. من گفتم حاج آقا شما نگاه کن به گفتار خمینی، یک کلام این چیزایی که اینجا هست از من نیست. به هر حال یک نفر دیگه از ایشون حمایت کرد و جلسه به نتیجه نرسید. قبل از اینکه جلسه رو ترک کنن من گفتم که
من میخوام یه چیزی رو خدمت همتون بگم. تمام کسانی که اینجا هستین طی 6 ماه تا 9 ماه آینده یا فراری هستین یا زندانی هستین یا اعدام شدین. و اتفاقا خود منم جزء همون گروه بودم و در حدود 8 روز قبل از نوروز یه عده آدم های مسلح اومدن تو دفتر من و پس از خیلی گفتگو و کشمکش من با اینها رفتم به کمیته وزرا. علت که وزراست و اینکه خیابون وزرا بود، اگر رفتی با خود وزرا نداره. و این کمیته همون کمیته های انقلابی بود که بعد از انقلاب تشکیل شد. درست، کمیته های انقلاب بود و سه شمان روز توی اونجا بودیم که توی حیات یه انبارای کوچولویی بود که شما بیل و پلنگ و این چیزا رو می‌ذاشتین یا برای وسایل استخر رو می‌ذاشتین. توی اون انباری سپهبد مجیدی، من و یک شخص دیگری که متاسفانه نامش و شغلش رو به خاطر ندارم سه شبانه روز اونجا بودیم. یعنی شما جای خوابیدن یا این چیزا نداشتین، فقط می‌تونستین بشینین پاتون رو دراز کنین. و بعد از اونم ما رو بردن به زندان قصر. علتی که این ما رو دستگیر کردن، یعنی من رو دستگیر کردن، این بوده که گفتن داره توطئه میکنه. من خواستم بپرسم به چه جور؟ بله، گفتن داره توطئه میکنه بر علیه امام، که اون موقع یعنی بر علیه انقلاب. و دیگه داستان اینه که 92 روز توی خط اعدامی ها بودم. اتفاقا پشت دیواره، چون من تو سلول انفرادی بودم، پشت دیوار سلول انفرادی جایی بود که شبا اشخاص رو تیر بارون میکردن و من همیشه میدونستم چند نفر پشتن، چون وقتی که اول میبستنشون به مسلسل، بعد میمدن تیر خلاص میزدن و من میشمردم. اتفاقا جالبه، برای اینکه کسی که مسئول بند ما بود با من طرح دوستی ریخته بود، چون من هم اعتصاب قضا کرده بودم و همین که به هیچ عنوان باهاشون کنار نمی اومدم. و پیش خودم گفتم اگه من اعدام میکنم خب به درک دیگه، من چرا بخوام شخصیتم رو خورد کنم؟ و حالا چه جوونی بود چه کله خری بود، به هر حال من اون روش هم بود. این اومد به من صحبت کنه، فکر کنم در حدود روز ششم اعتصاب غذای من بود و با من شوخی هم میکرد، غذا رو میورد، حالا شما 6 روز هیچی نخوردی، بو با رنگ، و میگفت حالا خاطر جمعی و باز میبرد. گفتم دیشب خیلی سرتون شلوغ بود. گفت چطور مگه؟ گفتم شما دو تا گروه دیشب اعدام کردی. واقعا شوکه شده بود. گفت کی بهت گفت؟ کسی حق نداره با شما صحبت کنه. گفتم نه، خاطر جمع باشه، شما اینجا اعدام میکنین من میشمارم. دفعه دومی که اومدین اون جیپی که سوارش بودین یا اون کامیونی که باش اشخاص رو آوردین ترمزاش صدا میکرد. شما وقتی نمیبینی بهتر میشنوی. و گفتم دفعه اول 21 نفر رو اعدام کردین، دفعه دوم 17 نفر. قبول کرد که درسته. ببخشید اجازه بده من به دوستان یه توضیح بدم، فکر نکنن این تصویر ما امروز اینجوری میشه چون در رابطه با زندان و اینها صحبت کنیم. امروز نمیدونم، چون ما اینجا طوفان و اینها داریم ولی دوربین ما کاری به برق نداره. فکر کنم این رفته روی یه سیستمی که بهش میگن دمو، یعنی نمایش میده. اینو معمولا وقتی میخواید بخرید دوربینو تو فروشگاه اینجوری میکنن که به شما نشون بدن با دوربین میتونی این کارا رو انجام بدی. دو بار در حین روشن شدن اینا این کار انجام داد، من رفتم ولی هر کاریش کردم باز این کارو داره خودسرانه انجام میده. در صورت هم از شما عذر میخوام هم از دوستان. و اتفاقا قبل از اینکه بیایم اینجا در هتل آقای لادن به ایشون داشتم توضیح میدادم که تفاوت برنامه زنده با برنامه‌هایی که از قبل ضبط می‌کنن همینه. برنامه زنده اون ضرب المثل ابر و باد و مه و طوفان و فلک در کارن تا شما برنامه زنده‌ای بذاری یا خوب از آب در بیاد. برنامه‌ای که از قبل ضبط میشه شما می‌تونی بعد قیچی رو برداری، قطع کنی، وصل کنی، جابجا کنی. در صورت امیدوارم دوستان متوجه این موضوع
باشن که چون این برنامه زنده است این اشکالم امروز پیش آمده و من ازتون عذر میخوام، از شما هم عذر میخوام. در رابطه با زندان شما گفتید که شما منتظر اعدام بودید، یعنی دادگاهی چیزی هم تشکیل دادن یا از همین دادگاه یه نفر می نشست و... نه اتفاقا پرسش بسیار جالبیه، برای اینکه یکی از اعتراضات من، یعنی من یه لیست نوشتم، شما اعتصاب قضا میکنی علکی که اعتصابات رو نمیکنی، یه دلیلی داره. من یه لیست 4-5 قلبه نوشته بودم که اعتصاب قضای من در این مورده، یکیش همین که شما اشخاص رو گرفتین گذاشتین توی زندان بدون اینکه بدونین کی هستن چی هستن، فقط در چارچوب این که در مورد اینا یه نفر اینو گفته، یا اینکه مثلا آقای مجیدی سپهبدی بوده که زمانی که خلیل طهماسبی چیزو رزمارا رو ترور کرد، مجیدی رئیس دادگاه نظامی بوده که حکم اعدام رو نوشته بوده، ولی اون کسی هم که توی زندان قصر، این داستانش جالبه به نظر من، مجیدی رو اعدام کرد حاج آقا طهماسبی بود، یعنی برادر خلیل طهماسبی شده بود رئیس زندان و به صورت انتقام جویی سپهبد مجیدی رو تیربارون کرد و خودش به من شخصا اقرار کرد. حالا بهتون میگم چرا به من اقرار کرد. روز هفتم اعتصاب قضای من بود و من توی انفرادی بودم، بهش اون مأمور بند ما بهش گفته بابا این لادن همش ضد شاه مبارزه کرده، با طرفدار عدالت، طرفدار آزادی، و شما اینو اشتباهی آوردین اینجا، این برای خمینی توطئه نکرده، داره برای عدالت کار میکنه. بعد این حاج آقا تصمیم میگیره که با من صحبت کنه که من اعتصابمو بشکنم. بعد منو صدا کردن، میدونین که وقتی شما رو میبرن جایی که نگهبانا هستن بهش میگن زیر هشت، و حالا توی تمام ایرانم به اونجا میگن زیر هشت، ولی اونا زیر هشت نیست، الا که توی زندان قصر بهش میگودن زیر هشت، برای اینکه سقف به اونجایی که اینا بودن اینطوری بوده، زمان قاجاری ساخته شده بود، شبیه هشت بود، میگفتن زیر هشت. حالا زیر آگاهی هم میگفتن زیر هشت. حالا همه جا، بله، همه جا شده بود دیگه زیر هشت. منو بردن زیر هشت و این حاج آقا نشسته بود، من نشستم، بلافاصله برای من چایی آورد، با من خیلی دوستانه صحبت کرد و گفت من از شما خواهش میکنم که اعتصاب قضاتو بشکن و من قول شرف میدم که فردا شما آزاد بشی. گفته من اعتصاب قضا نکردم که فردا آزاد بشم. من یک اون چارتای نوتی هست جلوی شما، یکیش اینه که شما حتی از اینه کسانی که اینجا هستن نمیپرسی کی هستی چی هستی و هر شب داریم پشت دیوار من اعدام میکنین، آخه بعد یه بازجویی باشه. گفت نه، گفت اولا که شما چه انقلابی هستی، چرا از این یک مش ساواکی داری دفاع میکنی، دوما این که اینها همه گناهکار و جنایتکارن، اینا متهم نیستن، اینا محکومن، اینا گناهکارن. گفتم شما کجا میدونید؟ گفتم منم اینجا، منم یکی از اینا، منم هیچ دادگاهی نداره. گفت نه فلان، بالاخره به من، حالا بخوام داستان رو طولانیش نکنم، میگه علت این که من میگم شما به من اطمینان کن و من حتما کار شما رو انجام میدم، من یه چیزی به شما میگم که هیچ کس نمیدونه. گفتم بفهم. گفتش که 5 دقیقه قبل از اینکه من بیام پیش شما سپهبد مجیدی رو اعدام کردم خودم همینجوری. گفتم چرا؟ بعد گفت من برادر کوچیک طهماسبی هستم، ایشون هم قاتل طهماسبی. نه، ایشون قاتل طهماسبی نیست، ایشون حکم دادگاه رو نوشته به دستور اعلیحضرت. حالا تو دستت به اعلیحضرت نمیرسه داری انتقام جویی میکنی. و هر حال ایشون اون شب به من قول داد که رسیدگی میکنه به کار زندانی ها و از من خواهش و التماس و ما ایرانی هم خب یک حالتهای احساسی و عاطفی داریم که خواهش میکنم منو روم من زمین ننداز، یعنی حتی بین زندانی و زندانبان
به اصطلاح متاسفانه فرهنگمونه دیگه. و منم جوون بودم، یه خودم نادان ناآگاه، و یه شیر به من داد که مثلا من این اعتصابم بهش کنم. و بدترین چیزی که شما میتونی بخوری که اعتصابت بهش کنی شیره. که من دو هفته مریض بودم به خاطر اون. ولی فردا شد و هیچ خبری از حاج آقا حماسبی نشد. یه هفته، دو هفته، این گذشت تا در حدود دو ماه و نیم بعد که من دست زدم به اعتصاب غذای دیگری. و روز دهم اعتصاب غذای دوم منو صدا کردن زیر هشت، این دفعه آذری قمی. اون موقع ایشون عبد آیت الله است، نماینده امام در زندان ها یعنی الان دیگه سه ماه از الان اواخر بهاره، و ایشون اومد که آره اینو بگم به نظر خودم جالبه، با اونی که روز نهم اعتصاب قضا شما مفاصلت زیاد در کنترلت نیست، میلرزه، ارتعاش داره. من برای اینکه جلو این نرزه زانوامو سفت چسبیده بودم وقتی نشسته بودم با این صحبت میکردم، و بهش گفتم که من خواستم به هیچ عنوان تنها برای خودم نیست. و اون داستانی که برای تماسلی گفتم برای این گفتم، و این میگفت شما اطمینان داشته باش، من قول میدم. گفتم متاسفم، من نمیتونم قول شما رو قبول کنم. بهش خیلی هم برخورد، گفت یعنی چی، برای چی؟ وقتی تعریف کردم گفت شما نمیدونی چی شده؟ گفتم نه، من زندانی هستم. گفت اون آقای اون حاج آقا تماسلی رو اون شب ما بیرونش کردیم که اونو بنی که میبایستی حداقل یک آگاهی، یک اطلاعاتی میداد و با یک بر اساس یک کاری اینو انجام میداد، نمیبایستی. یعنی همون بیقانونی هم یه قانونی بین خودشون داشت. شما گفتید که یکی از اونها گفته که این آقای لادن بابا یکی از اونایی هست که توی رژیم شاه به اصطلاح مقاومت کرده و اینا. رژیم شاه چه مشکلی داشتید و چه موضوعی داشتید با حکومت؟ من تنها مشکلم این بود که منو خواستن، یه چیزی بود توی زمان شاه بهش میگفتن کمیته مشترک. بله. که مابین رکن دوی ارتش، ساواک و شهوانی بود و اینه درست کرده بودن، تقریبا میشه گفت پلیس سیاسی. و منو خواستن اونجا و یک شخص خیلی هم دوست با من دوستانه رفتار کرد، سرهنگدو بود، و گفت منو بازجویی میکرد و دیدم که یک پرونده‌ای داره، همیشه پرونده داشت باز بسته میکرد، دیدم اون نشریه‌ای که من تو آمریکا زمان دانشجویی چاپ میکردم میدیدم کپیاش توی اونه، مدافعان آزادی. من 50 سال پیش در آمریکا به وجود آورده بودم و به من یه خود بحقی. این هم جزو همون کنفدراسیون اینا بوده؟ نه، جزو کنفدراسیون نبود، ولی همکاری میکرد با هم دیگه، اطلاعات رد و بدل میکردیم، نشریه منو توضیح میکردن و به من یه خود بعد که من لبخند زدم راجع به اون، گفت شما فکر کنی اینجا آمریکاست، اینجا ایرانه، ما قوانینی داریم که بعد شما طبقش رفتار کنی اگر نمیتونی اینجا زندگی کنی. و در ضمن بعد گفتش که ممنوع تدریس، ممنوع ورم و ممنوع خروج هستی. گفتم من رشتم حقوق سیاسی و چیکار کنم؟ گفت برو کاسبی. جالب. یعنی کلن سیستما وقتی اون حالت دیکتاتوری داره، مهم نیست که شاه باشه یا شیخ باشه، همین به اصطلاح چی میگن تفتیش عقاید و بعد زورگویی ها و اینها کلن ادامه پیدا میکنه. خب شما بعد از این ماجرای زندان و محکوم بودن به اعدام چجوری از اونجا جون سالم به در بردید؟ یک لغتی هست تو آمریکا بهش میگن perfect storm، که یعنی یک عوامل متفاوت و مختلفی در یک زمانی
باید به هم نزدیک بشه تا یه حادثه پیش بیاد. من حالا کم کم دارم باور میکنم که این استورمه زیر سر شما بوده، چون شما خیلی از استورم استفاده میکنید. پرفکت استورم. و این داستان من یه کمی شبیه پرفکت استورم بود که همه چی دست به دست. یکیش این بود که در داخل من در اون در حدود 5 سال بود که ایران بودم، 5 سال و نیم بود که ایران بودم، در چارچوب قدرتم و فکرم و شعورم و تواناییم سر کرده بودم یک کمکی باشم، چه حالا برای کسانی که برای من کار میکردن، چه دوستم بودن، چه همکلاسی بودن، چون من اونجا یه دوره فوق لیسانس مدیریتم رفتم توی تهران با یک اشخاص بسیار بسیار خوبی آشنا شدم. اینها همه داشتن برای من تلاش میکردن که من بیام بیرون، فعالیت میکردن. بعد یک زمانی من یک آشنایی داشتم با آقای طالقانی، آیت الله طالقانی، چون با جبهه ملی کسانی که تو ایران بودن کار میکردن و ایشون بهش خبر داده بودن که فرانی زندانه و گفته بود حتما من میرم خودم بیارمش بدون. بعد بهش گفتن که لطفا شما این کار نکنید، در اینکه شما بیاریم بیرون یکی دیگه میگیریم ولش اونجا باز داره، صبر کنید تا مسئلهش رو حل کنید. ولی ایشون باز در اینجا نقش داشت. توی آمریکا هم همسرم و خانوادهش و دوستان از طریق رد کراس، از طریق اینترنشنال امنستی و عفو بین المللی فعالیت میکردن و در یک زمانی همه اینا دست به یکی شد. به نظر من مهمترین عامل این پرفکت استورم این بود که هنوز جمهوری اسلامی کاملا جا نیفتاده، اسلامی نشده بود، هنوز کاملا اسلامی نشده بود و میشد یک کمی خبری از جمهوری توش بوده. برابر. و این درباره جمهوری اسلامی شدن ما یه صحبت داشتیم با آقای لادن، اگه به شالا امروز گردیم نشه برنامه‌های بعدی در مورد صحبت میکنیم، اینکه چگونه این جمهوری یا اون انقلاب مردمی تبدیل شد به انقلاب اسلامی، چون کامپیوتر ایشون هم هی میره به اصطلاح روی خواب و شما باید پسورد بزنید، من ساکت میشم، شما اون چیزایی که یادداشت کردید و میخواین از کامپیوترتون استفاده کنید استفاده کنید. به دوستان میگم که اگر سوالی یا پرسشی نظری دارید، ضمن باز پوزش از این برنامه دموی کامپیوتر ما که دوربین ما که داره این کارا رو انجام میده، توی فیسبوک میتونید مطرح کنید، میخونم، ایشون بهتون جواب میدن یا نظرات شما رو به اصطلاح در مورد صحبت کنن. از طریق ایمیل خود آقای لادن، اندیشکده، آخرش اچ نداره، اندیشکده @outlook.com، یا از طریق ایمیل، شماره تلفن ما یا فیسبوک ما میتونید تماس بگیرید و در برنامه‌های آتی یا آینده با در این مورد صحبت کنید. بفرمایید شما این کامپیوترتون. این در چارچوب این اوضاع بحرانی و خطرناکی که در ایران هست میخواستم بید چیزی رو که توی اندیشکده تیه چند ماه گذشته ما دربارش بررسی میکنیم و دنبال راهیابی هستیم با بینندگانتون در میون بذارم، که حکومت اسلامی بی اعتبار و بی آبرو شده، اوضاع اقتصادی در حال سقوط، وضع مالی ورشکسته است و سیاست خارجی رژیم باعث شده که اینها به شدت ناتوان و درمانده باشند و جز باج دادن و برآوردن منافع کشورهای بیگانه راهی برایشون باقی نموند. و اینکه بتونیم این خود روشنگری کنیم که ما اینجا در چه مخمصه قرار گرفتیم، همین که اشاره کردم 5 سال قبل از سرنگونی رژیم شاه در یک برنامه فوق لیسانس مدیریت در ایران شرکت کردم، یه استادی که از هاروارد اومده بود و مدیریت درس میداد
چیزی گفت که به نظر من ربط داره به این انتخابی که الان جلوی ما هست، و اون این بود که میگفتش که مدیریت دو اصل اصلی و اساسی داره. میگفت مدیریت میتونه مدیریت برنامه ریزی شده و هوشمند باشه، یا مدیریت بحرانی و عکس العملی. این دقیقاً انتخابیه که الان در پیش ما هست. آیا میخواییم با برنامه ریزی هوشمندانه عمل کنیم، یا میخواییم عکس العملی عمل کنیم، صبر کنیم که هر اتفاقی که میفته میفته، بعد ما در واردش عکس العملشون بدیم. برای شروع این مسئله و ماجرا و برای مرورش، چندی ماه پیش در یکی از گفتگوهامون من اشاره کردم به این که پس از رهایی از زندان و خروج از ایران، مثل بیشتر تلاشگرا و فعالا، منم هم سرخوردگی پیدا کرده بودم. همین که یک پرسشی برام پیش اومده بود که چرا انقلاب مردمی با شکست روبرو شد، منحرف شد و از چاله سلطنت خودکامه به چاه مذهب سقوط کردیم، و در این چارچوب شروع کردم حرکت کردن و دنبال پاسخ میگشتم. فکر میکنم چند تا پرسش میتونه کمک کنه و ما رو بذاره توی راه درست، یا امیدم اینه. اون کسانی که سن جناب سوربی رو دارن یا سن منو دارن، باید این پرسش رو از خودشون بکنن که آیا من در به وجود آوردن این رژیم نقشی داشتم؟ و اونایی که همون جوانتر هستن از خودشون بپرسن که آیا من نقش و مسئولیتی در ادامه حیات رژیم جمهوری اسلامی داشتم؟ و پرسش آخر که برای همه ایرانی هاست که باور دارن این رژیم یه رژیم ضد آزادی، ضد انتخاب و ضد ایرانیه، اون پرسش این باید باشه که من شخصا برای رهایی چه میتوانم بکنم؟ پاسخ من در به این پرسش باور اندیشکده است که میگه که رهایی مردم و نجات ایران نه در اصلاحات رژیم فقاهتی، نه در رفراندوم عوام فریبانه، نه در بازسازی سلطنت، نه در حمله نظامی به ایران، و نه در ظهور یک قهرمان ملی است. رهایی مردم و نجات ایران در پرتو آگاهی و شناخت، یعنی دانش و بینش ما، و در گروه همت، همیاری و همکاری. من این چیزی که میخوام الان بگم، بیشتر ایرانیا با من در تضاد هستن در این مورد یا اعتراض میکنن، و اون اینه که مشکل ما خودمان و راه حل نیز خودمان هستیم. یعنی به جایی که ما همه چی رو تقصیر دیگران میندازیم، باید به نقش خودمون و مسئولیت خودمونم نگاه کنیم. خیلی ممنون. شما اینه که گفتید میشه انتخاب کنیم تا برامون انتخاب نکنن. قبلا با هم صحبت کردیم این ماجرای از چاله شاه به چاه شیخ افتادیم، اینم نتیجه به اصطلاح چیز دومش بود، اون تاپیک دوم. ولی در اینکه من مثلا با خودم فکر کنم که من در پیدایش جمهوری اسلامی نقشی داشتم یا نه، خب معمولا به دو سه نتیجه میرسیم: یا اصلا نقشی نداشتم، یا خیلی پررنگ بوده نقشم، یا بله. خب بعد باید چیکار کنیم؟ شما چون میبینم که همش روی ما، من، مردم تکیه میکنید، اینا رو بعدن بگید که چجوری میشه از این وقتی اتفاق. خیلی خوبه اولش یکم بشینیم با خودمون فکر کنیم، این به اون نشون میده کجا هستیم، بعد فکر کنیم کجا میخوایم بریم، از چه راهی چجوری برسیم اونجا.
اینو یه مقدار برای ما باز کنید لطفا. ضمن اجازه بدید من بهتون بگم که دوستان، آقای لادن نویسنده کتاب خدا سالاری و درماندگی هستن که این کتاب رو روی آمازون هست یا بله روی آمازون هم هست با فارسی یا اسم انگلیسی هم اگه بنویسن، یا اسم شما رو اگه بنویسن، اسم انگلیسی هم هست Divine Right and Backwardness. بله همون درماندگی، خدا سالاری و درماندگی و کتابای دیگه هم دارید شما نه؟ در دست تهیه است. بله خیلی ممنون. بفرمایید که ما وقتی نشستیم فکر کردیم و به نتیجه رسیدیم، یک اگه به این نتیجه رسیدیم که من نقشی نداشتم، دو نقشی داشتم. مثلا خیلی ها من میگن شما 57 ها، میگم آقا من مأمور حکومت نظامی بودم. حالا برای من خیلی جالبه شما یکی از اونایی هستین که قبول دارید که قبل از انقلاب شما فعالیت کردید، هدف داشتید، بعد میگید به خاطر همینم بعد از انقلاب به اصطلاح یقتونو گرفتن اونجا، چون همین فعالیت ادامه داشته و شما گفتید ای بابا این چیزی نیست که من میخواستم یا این چیزی نیست که ما میخواستیم. ولی خیلی ها میگن نه ما نبودیم و نمیدونم. اینو باید چجوری حل کنیم؟ من فکر کنم البته داریم در مورد دو مطلب متفاوت صحبت کنیم. یه مطلب اینه که من ضد شاه نبودم، من برای عدالت و آزادی مبارزه می کردم. وقتی که شاه رفت عدالت و آزادی رو به دست نیاوردی، پس من بنابراین مبارزه من ادامه پیدا کرد. اینجا در مسئله که ما باید بیایم ببینیم که ما چه نقشی داشتیم، دلیلش اینه که ما توی فرهنگمون این دیگران رو مقصر دونستن یه نقش تخریبی داره. تا ما نپذیریم که ما نقشی داشته باشیم، داشتیم، مسئولیت رو قبول نمی کنیم. ما اگر درک نکنیم چی شده، چجوری میخواییم جلوی تکرارش رو بگیریم؟ این تو کارهای تکنیکی هم هست که اگه شما مشکل متوجه نشید چجوری میتونید رفع مشکل کنید. ولی یه چیزی رو من با شما اجازه بدید اختلاف عقیده داشته باشم. حتما. شما میگید من ضد شاه نبودم، من برای مبارزه برای عدالت و آزادی. مگر کسی هم ضد شاه بود؟ همه اینایی که شاه میگفت اینا ضد منن، من فکر کنم همه اینا دنبال عدالت و آزادی بودن، ولی اون فکر میکرد که شخصیش کرده بود. مثل الان ما ترامپو داریم، شما باور کنید من هر روز که این ترامپو میبینم بیشتر شباهتش رو با حکومت شاه، با حکومت شیخ، چون میبینم اینم دیگران رو سرزنش میکنه. همین الان که این طوفان آمده اینجا، احتمالاً این دوربین ما هم به خاطر این طوفان اینجوری شده، این آقا به جایی که بیاد بگه ما اشتباه کردیم، طوفان پارسال اون پورتوریکو 3000 نفر، 2975 نفر کشته شدن، بگی ما اشتباه کردیم، امسال آماده هستیم، هی میگه که بهترین آره میگه ما بهترین بودیم، بعد میگه که دموکرات ها آمدن اسامی مرده ها رو از تو قبرستون آوردن اضافه کردن اینجا، در صورتی که دولت تو سر کار بوده 2 سال تقریبا الان، ولی این اتفاق در زمان حکومت شما اتفاق افتاده. آمارا رو دولت و اداره ثبت احوال و هر جایی که اینا رو مال من اینو مقداری ضد شاه نبودم، مبارزه خب اینا که مبارزه رو شخصی میکنن با چه کار کنم؟ نه ببین، علتی که من گفتم که من ضد شاه نبودم، داشتم برای عدالت فعالیت میکردم، من موافقم با شما که دیگران هم برای عدالت آزادی فعالیت میکردن، ولی اینو کاملا شخصی کردن. هم زمان شاه به من میگفتن که تو ضد سلطنتی، هم سلطنت طلبا به من همیشه میجنگن که تو ضد شاه هستی. هیچ کس نمیپذیره که دلیل داشت که ما با شاه مخالفت میکردیم، برای اینکه شاه انتخاب و آزادی رو گرفته بود از ما، ما حق شرکت در سرنوشت خودمون نداشتیم. قبلا فکر کنم تو برنامه‌ت در این مورد صحبت کردیم که شاه برای هیچ ایرانی کوچکترین ارزش و احترامی قائل نبود. به وزیر کار خودش میگفت خفه شو. اینا رو دیگه سنده، اینا چیزی نیست که من میگم یا از خودم درآوردم. به هیچ کس اعتماد نداشت، حتی به همسر خودش.
یه پس اون در اون چارچوبه، در چارچوبه اینی که چرا میگم نیاز داریم که ببینیم چه نقشی داشتیم، چه مسئولیتی داشتیم، که از این فرافکنی و دیگران رو مقصر دونستن خودمون بیاریم بیرون، که اگر ما بتونیم بدون مقصر دونستن دیگران، بدون پیش‌فرض، بدون یک بعدیگری، و این شعار هنر نزد ایرانیان است رو از توی مدتی بذاریم کنار و خودمونو در آینه درون نما نگاه کنیم، ببینیم اون حقایق و واقعیت ها چی هستن. اگر بپذیریم که چه حقایقی و واقعیت هایی وجود داره، بعد میتونیم درباره اش کاری بکنیم. ما مشکلمون اینه که هنوز نتونستیم بپذیریم. و به نظر من اینجا نوشتم، میخوام برای همه بخونم که نخستین گام برای دگرگونی خودمون اینه که حقایق رو بپذیریم، واقعیت ها فرا نکنیم، برای اینکه با دگرگونی خودمون میتونیم جامعه رو و ایران رو دگرگون کنیم. بسیار عالی. حالا برای اینکه این کارهایی که شما فکر میکنید مؤثره انجام بشه، باید یک برنامه، یک رودمپی، نقشه راهی، یه چیزی وجود داشته باشه. میدونم شما اتفاقا یکی از کتابایی که دارید روش کار میکنید همینه. میخواین اونا رو هم یکم عنوان کنید، بعد به دوستانی که ممکنه با شما موافق باشن بگید، اونا هم اگر نظری دارن با شما تماس بگیرن. چون الان یک اشکال بزرگی که هست، من هر روز که میام فیسبوک و اینترنت رو باز میکنم میبینم یه حزب جدید، یه جنبش جدید، یه رهبر جدید، یه دبیرکل سازمان فلان باز شده. هر کدومشون نگاه میکنی به قول آمریکایی‌ها همه رئیس هستن، خبری از به اصطلاح سرباز نیست، همه یا خبری از اعضا نیست. بعد باز من دیروز با یکی از دوستان صحبت میکردم، بهش میگم آقا شما اگه میگی من طرفدار رضا پهلوی هستم، رضا پهلوی دیگه صراحتاً گفته که حرف نزنید، بذارید من تصمیم بگیرم. یعنی دیگه این بیچاره هم عاجز شده که گفته اگه شما میگید من طرفدار اینم، بشینید بذارید من تصمیم بگیرم. چی کار باید کرد که اطمینان یا اعتماد به دیگران، بعدم هممون سعی نکنیم خودمون اون کار انجام بدیم، بگردیم شاید یه نفر باشه که بشه بهش اعتماد کرد، یا قبول کنیم که این در یک برهه از زمان تونسته یه جنبشی رو، یک اقدامی رو یه چند قدم جلو ببره، دنبال اون بریم. این اعتماد، این دنبال هم رفتن، این عضو سازمان دیگران شدن رو چجوری میشه تمرین کرد، اصلا چجوری میشه شروع کرد؟ اتفاقا شما کاملا دستتون گوشین روی اون مشکل اصلی و اساسی که باز دوباره ما تو اندیشکده الان 8 سال داریم روی مطلب. آقا دستم گذاشتم رو دهنم، منظور شما اینه که مشکل اساسی من دهنم هست، حرف زیاد بزنم. نه و چند سال دارید رو اندیشکده؟ 8 سال نزدیک به 9 ساله، ولی گروه که بچه‌ها که تو اندیشکده هستن 8 سال و یکی از کسانی که با من شروع کرد 9 ساله که داره فعالیت میکنه. این ما داریم روی این کار میکنیم. و اینی که میگم شما دستون گوشون روی مسئله، چون چیزایی که شما الان بیان کردین اینا فرهنگ ماست، این رفتار و کردار ماست. و ویل دوران که میدونین یک پژوهشگر و تاریخ نویسه، یه جمله جالبی داره. فیلسوف نیست، نه نمیشه بهش میگه فیلسوف. چرا نمیشه؟ آزادیه. 11 جلد کتاب درباره تمدن نوشته که هر کدومش 1000 صفحه است و باید فیلسوف باشه. یه جمله داره، میگه که کشورهایمان چون از تجمع ما پدید آمدن، همان هستن که ما هستیم. این به نظر من خیلی مهمه. قوانین و احکامش بر مبنای خوی و سرشت ما، اعمالشان کردار زشت و زیبای ماست. خب یعنی چی؟ یعنی میگه این فرهنگ ماست، این مملکت ما، هممون از درون اومدیم بیرون، هممون این مشکلاتو داریم، ما زائیده اون فرهنگ هستیم. خب
اگر ما بپذیریم که زایده اون فرهنگ هستیم، این داستانی که میگیم فرض کنین اون کسانی که در میدون جاله جمعه سیاه ملت رو بستن به مسلسل فلسطینی بودن، یا اونایی که تظاهرات میکردن لبنانی، اینا همش داستان، یا اینکه اینا خونده خارجی هستن. بله، ما میخواییم قبول نکنیم. و اتفاقا وقتی میگم ما، شاه هم توشه، خمینی هم توشه، برای که شاه هم تا روزی که مرد نمیتونست بپذیره که مردم انقلاب کردن. حتما در گواتلوپ تصمیم گرفتن. علتش این بوده که شاه گفته من دیگه نفت رو تکرار نمی کنم با شما. اینا همش داستانه. یعنی میشه همه این عوامل وجود داشته باشه، ولی نه اینکه 25 سال آخر سلطنت شاه خودکامگیش و اون فساد و اون سیستمی که شاه انجام داد هیچ نقشی نداشته باشه. و مردم دیوانه که نبودن انقلاب کنن. خب اگر 25 سال دیکتاتورشیپی شاه باعث انقلاب شد، چرا 40 سال اینایی که از همون روز اول به قول شما دو هفته بعد از اینکه وارد شد حرف فرانسهش با حرف بهش زهراش اینقدر اختلاف داشت، چرا این 40 سال نمیتونه مثل 25 سال جمعیتی که الان دو برابر و نیمه اون موقع هست، وسایل ارتباطی 100 برابر هست، سرعت 1000 برابر هست، چرا نمیشه؟ بسیار سوال جالبیه. به قول چند سال پیش همیشه سوالای خیلی مهم بودن، سوال 6 میلیون دلاری. بله اینجوریه. ای کاش من یک پاسخ خوبی برای همچین سوالی داشتم، ولی واقعیتش اینه که انقدر عوامل متفاوت میره در درون یه مسئله که من نمیتونم انگشتم بذارم روی یه دونه چیز حساس و مهم. فقط میتونم بگم که متاسفانه موفق نشدیم، یا حالا اینا شالاتان های خوبی هستن. تنها چیزی که میتونم بهش اشاره کنم، اون عامل اصلی موفقیت این آخونداست. ببینیم، یک رابطه احساسی و عاطفی وجود داره که اون مذهبه. ما خاطرتون باشه همیشه یه چیزایی رو در مذهب به ما توی فرهنگمون تلقین شده که احساسات ما رو به حرکت کنه. خب همین داستانی که ما 1400 ساله برای امام حسین سینه میزنیم و گریه میکنیم و حسین حسین میکنیم، این یکی از قسمتی از اون احساسات. بعد به این که ملاها یک مقداری هم آدم های شارلاتان و کلاش ولی تیز بودن. اینا چند قرن با هر نوع آموزش نوین مبارزه و مخالفت کردن، و تنها آموزش که در ایران بود شرعیات و قرآن بود، و سه تا چیز مهم در ایران در دست اینا بود: به دنیا آمدنتون، ازدواج کردنتون و مرگتون. خب شما در نظر بگی که آموزش و پرورش برای به این سه تا یه قدرت عظیمیه. این رابطه احساسی، این عاطفه مذهبی در زمینا تونستن ازش یک بهره برداری دیگه بکنن، چون اینا نیازشون این بود که گوسفند سازی کنن. یعنی ما باید بربرکنون دنبال اینا بریم چلو. و عامل دیگری که به اینا کمک کرد، حکومت‌های دیکتاتوری خودکامه. تمام حکومت‌های ایران دیکتاتوری خودکامه بودن و اونها نیز نیاز به گوسفند سازی داشتن، چون ما در مقابل اونا رعیت بودیم و در مقابل ملاها امت. یعنی واقعا گوسفند سازی. و من اینو دارم میگم، یعنی من 100% خودمم جزء این میدونم، یعنی که من باور دارم که ما همه از درون این فرهنگ اومدیم بیرون و هممون این مشکلاتو داریم. یعنی من باز دوباره میگم که ما زائیده فرهنگمون هستیم، و من باور دارم که اکثر مشکلات ما زائیده فرهنگمونه. همش دور میزنه و برمیگرده به فرهنگ. یه چیز شما گفتید موفقیت این آخوندها و رژیم جمهوری اسلامی، یعنی شما این
چیزی رو که الان اینا دارن اسمش رو موفقیت میذارن برای اونا. برای اونا، برای اونا. من فکر نمی‌کنم همه چی دستشون. شما وقتی که قدرت و ثروت دستته، یعنی دو تا اهرم مهم یک کشور دستته. شما نگاه کن که چرا در مورد به هم دیگه گفتگو داشتیم، بعد شاید بینندگانتون خاطرش باشه، خاطرشون باشه که در این مورد صحبت کردیم که چگونه لورد کورزان وزیر امور خارجه انگلیس میخواست ایران مستعمره باشه ولی اسمش مستعمره نباشه، میگفت یک کشور آزاد مستقلیه ولی قدرت و ثروتش دست ما انگلیس ها باشه. و برای این کار اول اومد قرارداد 1919 رو بست، وقتی قرارداد با شکست روبرو شد اومد، خیلی جالبه اتفاقا یه چیز جدیدیه که از توی مدارک دیپلماسی آمریکا اومده بیرون، که وقتی دید که این 1919 داره موفق نمیشه، فکر کرد شاید از طریق یک دونه دولت شخصی، منظورم شخصی یعنی غیر نظامی که دیکتاتور باشه و انگلیس ازش حمایت کنه، بتونه اینو پیاده کنه در ایران. اون دیکتاتور وثوق الدوله لورد کورزان. لورد کورزان وزیر امور خارجه انگلیس بود که هم سیاست هندوستان دستش بود، هم سیاست ایران و خاورمیانه. میگفت ایران باید در دست ما باشه. دو تا دلیل داشت، یکیش این بود که میگفت ایران میشه یک دونه جبهه‌ای در مقابل روسیه، چون میترسید که روسیه بخواد دسترازی کنه به هندوستان. دوم ایران نفت داره. این خیلی جالبه برای من، میگم این جزء این اسناد جدیده که ما همه میدونیم که قرارداد نفت به قول آقای پروفسور نوم چامسکی یک دونه دزدی سرت گردنه بود، یعنی واقعا به ما اشعاف شده. انگلیس ها حتی از اون هم راضی نبودن، بیشتر میخواستن و میگفتن باید همه چی کنترلش دست ما باشه. این داستان قدرت و ثروت بذاریم در این چارچوب نگاه کنیم، بس آخونده ها موفق بودن. اینا هرچی میدونین که الان حالا زمان پهلوی بهش بودن هزار فامیل، اینا حداقل 300 هزار فامیل هم. همه چی ایران دارن میبرن. این ماجرای گوسفند سازی، وقتی که یه حکومت دیکتاتوری بویی هم از مذهب میاد، بیشتر این حالت شبان و گوسفند میشه. حالا جالب اینه که دین مسیحیت خیلی قشنگ یعنی دیگه اصلا میگه من شبانم، شماها به اصطلاح برهای هستین که من میخوام ببرمتون، و همه میدونین برها سرانجامشون به قصابخونه هست و یا باید برن یه جایی شیر بدن یا به اصطلاح کشته بشن. اتفاقا اینی که الان شما گفتین، این مشکل من اصلا من اسلام ستیز نیستم و من مخالفت میکنم با کسانی که میبینم دارن با فوش و داد و بیداد همش حمله میکنند. شما چجور میخوای ایران رو نجات بدی اگه میخوای متن جامعه تو همشون اونطوری هستن؟ اسلام ستیزی درست نیست. ما به جای اسلام ستیزی باید دنبال گسترش دانش و بینش باشیم. خود به خود اونو میبره. شما دانش و بینش و گسترش بده، خیالت راحت باشه که همه چی میره به هدف، طرف هدف میره به طرف اون چیزی که میخواد. ما نیازمون اون اینه، یعنی اینی که هی در مورد فرهنگ صحبت میکنیم همینه، اینی که میگیم ما یک کاستی هایی داریم همینه. چون باید درک کنیم که این مشکلات داریم، وقتی اونو درک کردیم راه حل چیه؟ آموزش و پرورش، دانش و بینش. خب بگید شما بیشتر از راه حل بگید برای ما. یکی از این مشکلات، چون شما اشاره کردید به بی‌اعتمادی و این خیلی خیلی مهمه، یکی از مشکلات، یکی از این کمکاسی های فرهنگی، چیزی که من چندین بار دربارش گفتگو کردم و فکر کنم اگر هزار بار دیگه هم گفتگو کنیم باز کمه، و اون اینه که یکی از این کاستی ها آسونترینش یا اون بی خطرترینش پشت سر دیگران صحبت کردن، ولی اصل مطلب اینه که ما شایع سازی میکنیم، سمپاچی میکنیم و سعی میکنیم
تخریب کنیم شخصیت اشخاصی رو که یا با ما هم باور نیستن و یا با ما کنار نمیان یا با ما نیستن به هر دلیلی. این شایع پراکنی و سمپاچی و تخریب شخصیت یکی از ساید افکتاش، یکی از عوامل تخریبیش همین بی‌اعتمادیه که الان شما بهش اشاره کردید. من میخوام یه داستان کوچیکی بگم راجب این مسئله رو فکر کنم روشن میکنه، و اون راجب عبدالصمد کامبخش 1316، یعنی در حدود بیش از 80 سال پیش. این آقا یکی از رهبران حزب کمونیست ایران بوده، دستگیر میشه. راجب 53 نفر فکر کنن همه میدونن. ببخشید 1316 میشه 80 سال پیش. نه الان 1379 هست. 1379 بگید 76 میشه 60 سال پیش. من روزی که جب درس میدادم 63 سال من نبودم دیگه. 63 سال پیش. براو این مگر اینکه از اون تاریخ‌های چیز باشه بگید، نه هجری شمسی، اون هجری قمری هست. حتما اگه اون باشه، ببخشید اگه این باشه من باید از شما عذرخواهی کنم. نمیدونم این زمان رضا شاه اون وقتا بله اون وقتا با اون نگه می‌داشتن اصطلاح تاریخ و اینا. من یه دفعه الان زمان رضا شاه و زمانی که هنوز حزب توده نیست، حزب کمونیسته. و داستان 53 نفره فکر کنید بیننده ها میدونن یا بهش اشاره کنم؟ بگید، خود منم الان یادم نیست. آف. ماجرای 53 نفر. و این عبدالصمد کامبخش چجوری میشه دستگیرش میکنن؟ یه نفر به نام محمد شورشیان اوایل اردیبهشت 1316 تو آبادان دستگیرش میکنن به جرم همین کمونیست بودن. و اینم چون خیلی شومن بوده شروع میکنه با آب و تاب برای این پلیس و اینا. این بنده خدا فامیلیش هم شورشیان بوده. بله فامیلیش بوده. 50% محکوم آردی. آردی. و این شروع میکنه در این مورد، آره ما میخواستیم در ایران انقلاب کنیم فلان کنیم، و خیلی از خودش تعریف میکنه و همش شعاف. یعنی داشته خودنمایی میکرده. و اینو میفرسنش تهران که به صلاح ازش بازجویی کنن. این تو بازجوییش 5 تا از دوستانشو معرفی میکنه، لو میده که تقی ارانی، محمد بهرامی، ضیاء علموتی، عباس آذری و عبدالصمد کامبخش بود. تو اینا تقی ارانی رو فکر کنم بیشتر مردم اسمشو شنیدن، که ایشون به صورت رهبر 53 نفره و کسی که مجله دنیا رو منتشر میکرد توی تهران توی ایران. ولی داستان کامبخش جالب. کامبخش توی در مقابل اولین پرسشی که بازو ازش میکنه همه رو لو میده راحت. برای اینکه میخواسته کسی نه دست بهش بزنه نه خطری براش پیش بیاد، همه رو لو میده. و بعد میبینه عجب کار بدی کرده، نمیخواست، میخواست اینو پوشش بذاره. داریم راجع به همون سمپاتی و شایع پراکنی و پرونده سازی صحبت میکنیم. میگه تقی ارانی این کار کرده و انقدر اینو به عناوین مختلف تکرار میکنه و پرونده سازی میکنه تا یاران و دوستان و حتی شاگردان تقی ارانی میپذیرن. و تقی انقدر دروغ تکرار میکنه که و تقی ارانی توی زندان میشه یک آدم منزوی تنها و حتی بهش حمله میکردن و فحش میدادن و بدی را میگفتن. و این ادامه پیدا میکنه تا زمانی که میرن توی دادگاه یک سال و نیم بعد و توی دادگاه بازجویا رو میخونن. وقتی میخونن میبینن تقی ارانی یک کلام نگفته، همش مال کامبخش بوده و کامبخش با کاملا دروغ، دسیسه، پرونده سازی این آقا رو محکوم کرده بوده.
من یه خود به این موضوع نزدیک هستم، برای اینکه درباره من همین کار کردن و هنوزم دارن میکنن کسانی هستن که فقط و فقط پرونده سازی میکنن، میخوان همه رو نابود کنن، خورد کنن، برای اینکه فکر میکنن مطرح بودن خودشون در نابود کردن دیگران. شما الان اومدی واشنگتن احساس نزدیکی نمی کنید به همچین نه به همچین کسی که داریم ما الان تو کاخ سفید که همین کار رو در رابطه با همه انجام میده و تا امروز هم موفق بوده در کار خودش. البته این کلمه موفقیت رو شما درست توضیح دادید، اونا موفقن برای خودشون، برای خودشون آفرین، نه برای جامعه، نه برای انسانیت. ببینین این محیط نفاق و دسیسه بازی یه چیزیه که باعث شده که یعنی در حتی آدمای خوب، در کسانی که دارن زندگیشونو میذارن برای کمک به دیگران وجود دلیوری که شما منتظرش بودید. من برم در باز کنم. نیست کسی؟ نه من مرسی ببخشید. خیلی جالبه این ماجرای امروز ما و این برنامه. من قرار بود که قبل از ساعت 2 با یکی از دوستان مصاحبه‌ای داشته باشم که این ماجرای طوفان و اینها در این منطقه و مخصوصا در نورت کارولینا 4 ساعتی اینجا دیشب همه رو نگران ساخته بود و همه منتظر بودن که حالا چی میشه، چون میگفتن طوفان با این شماره داره میاد، با اون شماره داره میاد. خیلی ممنون، دست شما دادن. بله مرسی. خلاصه میگفتن میدونید طوفانای اینجا رو بر حسب شدت یا بر حسب سرعت باد و اینها اندازه‌گیری میکنن و میگفتن که این کاتگوری 4 هست، بعد گفتن 3، بعد گفتن 2، بعد گفتن 1، یعنی اینقدر آمد پایین. و حالا میگه مهم نیست که ما میگیم این کاتگوریش 1 هست، ولی درجه خراب کردن و قدرت خراب کردنش از 4 هم حتی ممکنه بیشتر باشه و بره به طرف بالاتر که 5 و اینا هست که گفتم بهتون یه عده‌ای به حرف رادیو تلویزیون و اینها گوش ندادن و امروز صبح من با این اخبار بیدار شدم که 150 نفر توی خونه هاشون توی جاهایی که هستن یک خانواده ای رو میگفت که اینا هی آب آمده بالا، هی رفتن طبقه دوم، بعد رفتن توی ایران میگفتن زیر شیروانی، اینجا میگن عتی، این چون اونجا شیروانی بوده زیر شیروانی، یعنی دیگه جایی بالاتر نیست و اینا وقتی میرن اونجا دیگه حقیقتا راه فراری ندارن، پایین آب، بالا هم خودشون ساختخونه شون بسته شده، ساخته شده اینا، و اونجا گیر افتادن و میگفت فعلا تنها شانسی که داشتن تلفن بوده. اینم تلفن‌های دستی این روزا که با وجود که برق قطع میشه باز میشه صحبت کنیم اینا، و از چند روز پیش میگفتن تلفناتون رو چارج کنید، آب بخرید بذارید، آب حتی توی وان حموم بذارید، حالا ممکنه بعد به اون تمیزی نباشه ولی اگه بهتر از مردن از بی آبی هست اینا. در اصل اینجا به خیر گذشته تا حالا و فکر کنم هم دیگه میره، امروز بعد از ظهر اینا کمتر میشه یا به فردا که میرسه حتی از بین میره. قراره که بره به طرف تنسی و به کنتاکی و هی ضعیف بشه بل. تا از بین وقتی میره اون بر میشه از سطح دور میشه، از آب خطرش کم میشه چون مقدار بارو، ولی میگه به اندازه 8 ماه تو 3 روز قرار بارون بیاد و خب هیچ لوله همون هیچ لوله آبی نیست یا هیچ چی میگن آبرویی نیست که بتونه تحمل کنه اینا رو. زمین وقتی خیس میشه دیگه بعد زمین نمیتونه اشباع میشه دیگه، نمیتونه آبو بگیره، باعث سیل میشه و نمیدونم وقتی مملکتای پیشرفته به این مشکلات برمیخورن و بعد شما میبینی رهبرش کسیه که هنوز این تغییر هوای کره زمین و اینا رو قبول نداره، یه مقداری نگران کننده است. بفرمایید. خیلی ممنون آقا که چون ایشون به من گفت که
قرار بوده که یه نفر یه چیزی بیاره اینجا، کسی آمده؟ گفتم نه، صبح نیومده، ولی حالا دیدم یه نفر از اونجا اومد. ما دوربینم لازم نداریم اینجا، خودمون دوربینیم. در صورت خیلی ممنون، بفرمایید. خواهش می‌کنم. در این مورد، در این رابطه با کاری که کامبخش کرد، گفتم این کارو در مورد منم انجام میدن، یک جمله چیز داره آقای خلیل ملکی، میگه که رقابت و جاه طلبی میتونه در چه حدی اصول اخلاقی، شرف و وجدان رو لگدمال کنه. و میگه که مخالفان اینو، خلیل ملکی میگه که واقعا یکی از انسانهای بسیار فداکار ایرانیه، میگه مخالفان ارانی با درویی و فرصت طلبی تمام پس از مرگ او مداهان او گردیدن. یعنی ببینید تا چه اندازه، میگه حتی از هواداران جدی و واقعی او جلوتر زد. در این، در رابطه با این که ما پرونده سازی میکنیم، شایع پراکنده میکنیم، بعد اشخاص رو محکوم میکنیم، مثال بعدی مال حسین فاطمی. فکر کنم با حسین فاطمی خیلی آشنا باشن. حسین فاطمی، من میخوام یه جمله ای که کتاب جامعه شناسی خودمانی در مورد ایشون نوشته با اتون در میون بذارم. خود حسین فاطمی، اول بدونین که یک روزنامه‌نگار بود، یک انسان بسیار بسیار فرهیخته، از یاران مصدق جبهه ملی و ملی شدن نفت بود، بعدن شد وزیر امور خارجه کابینه مصدق. و حالا این جمله رو براتون میخونم تا ببینین که داستان چیه. میگه که این کتاب جامعه شناسی خودمانی، میگه حسین فاطمی دلسوخته و دردش درد وطن بود و ابایی از هیچ کس و هیچ چیز نداشت. میگفت آنچه را که واقعا کسی جرأت گفتنش را نداشت. گفتن از خودشان است، مگر کسی جرأت دارد این حرفا را بزند و از خودشان نباشد؟ تا اینکه کودتای 28 مرداد شد، حسین فاطمی رو پیدا کردن و با تن تبدار تیربارونش کردن. بعد میگه که حالا دیگر رسمیت پیدا کرد، قهرمان شد، و میگه حالا همینایی که میگفتن مگه میشه و از خودشونه، میگه ما حالا از اونوری براش قش میکردیم. من اینو خواستم از این کتاب گفته باشم، ولی این واقعیت، ولی هنوز هم هست. خود منم حالا متاسفانه بگم این اشتباه رو میکنم. مثلا همین آقای نوریزاد که تو ایران هست، الان همه ما میگیم چجوری، بله میگیم این سوپاپ اطمینانه. این شاعرایی که تو ایران هستن، آقای حالو یا دیگران، اون آقای دکتر کی از شعر میگه، میگیم اینا چجوری، از این بر میگیم آخوند اینجوری دیکتاتوره، میگیره میبنده، ولی اینا آزادانه این چیزا رو میگن، این اعمال رو انجام میدن. حالا اینو چه کار باید بکنیم؟ اینو چی میگن اینجا، یه چیزایی به عنوان بنچمارک استفاده میکنیم، چه معیاری در نظر بگیریم که کی سوپاپه، کی به اصطلاح واقعا مبارزه؟ من اون کاری که نمیتونم بگم چه دیگران چه بکنم، و اون کاری که من میکنم اینه که من به هیچ عنوان بهشون چیز نمید، برچست نمیزن. میگم که برابو، داره یه کاری رو میکنه، داره یه حرفی رو میزنه. حالا اگر روشن شد و واضح شد که اینا سوپاپ اطمینانن، بعد میتونیم باشون مخالفت کنیم. ولی در زمانی که این کار میکنن، به نظر من یه کار ناشایست است. من بهتون بگم که این حرفی که بهتون میزنم جس نیست و واقعا اعتقاد دارم. توی اندیشکده همینجوری که داشتیم ایران و مطالع مطالعه میکردیم، میرفتیم جلو، رسیدیم به جایی که رضا شاه در سال 1933 قرارداد الحاقی رو بست. قرارداد الحاقی قراردادیه که
چیزی گرفت پاره کرد انداخت توی تنور من. قراردادی که این داشتن میبستن گفت خودم با انگلیس ها این کارو انجام میدم. و قرارداد الحاقی قبل از که ادامه بدم، توی اندیشکده من پرسیدن که فلانی شما به ما بگو که آیا رضا شاه که این قرارداد الحاقی رو بست خائن بود یا نه یا خدمت. گفتم از دید من در چارچوب اطلاعاتی که من دارم یا خائن بود یا نادان، ولی امروز این موضوعی که دارم براتون میگم ماله در حدود 4 سال پیش، ولی امروز اگر از من اون پرسشو بکنن من میگم رضا شاه 99% چون من شما جفتون میگی نبرد گفت 100% رضا شاه خیانت کرد. حالا قرارداد الحاقی داستانش چیه؟ بهتون چند لحظه پیش گفتم که انگلیس حتی با قرارداد نفتی که اینقدر یک طرفه بود موافق نبود. 1933 30 سال از قرارداد 60 ساله گذشته بود و انگلیس ها میخواستن 30 سال رو برگردونن سر جاش. یه چیز دیگه هم بود که انگلیس ها ازش خیلی ناراحت بودن، چون توی قرارداد دارسی نوشته شده بود پس از 60 سال تمام دارایی های شرکت نفت در ایران، ساختمان ها، دستگاه ها، حتی پالایشگاه نفت بدون یک دلار مخارج متعلق به ایران و اینا نمیخواستن. قرارداد 1933 دو تا کار الحاقی دو تا کار کرده، یک 30 سالی که تموم شده بود بهش اضافه کرده، دو اونو برداشته ازش. یعنی از نو شروع شد قرارداد، بعد اون چیزی رو اون چیزی هم که به نفع ما بود میشه دارایی اونا میشه که میتونن بگن میخوایم بفروشیم یا میگن اصلا بعد اتفاقا بعد از اینم که ملی شد ملی شد و اینا ادعای خسارت کردن 600 میلیون پوند گفتن ارزش اونه، یعنی رضا شد و اون کار 600 میلیون پوند داد به انگلیس ها. به هر حال اجازه بدیم که تفاوت خیانت یا خدمت یا بله و این که این روی اون طرف این سکه شایع پراکنی و پرونده سازی، دهندینی، شعاری بودن و احساساتی عمل کردن ماست. در اینجا یه داستانی هست از عباس امیرالتزام. اولا قبل از این داستان رو برای بینندگان بگیم، من نوشته بودم که ما مسائل رو سریع بدون بررسی میپذیریم و بعد مثل نقل و نبات اینو توضیح میکنیم. حالا اون چیزی که ما شنیدیم، این شایعه‌ای که ما شنیدیم درست بوده غلط بوده مهم نیست، تکرارش میکنیم. و اما داستان عباس امیرالتزام که همه میدونن که از قدیمی ترین زندانی های جمهوری اسلامی بود و به تازگی ایشون درگذشت، تو موقعی که تو زندان بود یک چیز مطلبی رو فرستاد بیرون که برای منم اومد و توی اون یک شکایتی میکرد. میگفت ما ملتی احساساتی هستیم، معمولا عمیق نمیاندیشیم و با عقل و منطق رفتار نمی کنیم. به تظاهر به ظاهر اتفاقات نگاه میکنیم بدون آنکه به واقعیت آن تعمق و تفکر کنیم. میگه عدم شنیدن دیدن واقعیت ها باعث میشود که ما در شناخت وقایع اشتباه کنیم، که به جرأت میتوان گفت در طول تاریخ اشتباه کرده ایم و سرنوشت ناخوشایند فعلی را برای خودمان رقم زدیم. این شکایت امیر عباس انتظام از زندان. شما نظر منی میدونید که راجب آقای انتظام نبفنید. بله، من بارها تو تلویزیونم تو برنامه هم گفتم متاسفانه این یه معیار بدی را افتاده تو ایران که اصلا طرف مثلا یکی از سابقه کارش میشه زندان بودن. بعد این ماجرای زندان دوره خمینی و اینها دیگه از همه بدتر، چون یه چیزی گذاشته بودن که مرخصی میدادن به زندانی، نمیدونم میرفت مرخصی برمیگشت، یا
اصلا یه جوری شده بود که اون آقای چیزم هست، بگید مهندس هست، نسبتا جوانتر از آقای، خیلی هم جوانتر از ایشون هست، ولی این آقا زعیم؟ نه هود کوروش زعیم نه، اتفاق با ایشون دوبار مصاحبه کرد. اون حالا اسفرگی یادم اومد بهتون میگم که ایشون بعضی حتی میپرسن خب شما مخارج خانوادت و زندگی تو اینا رو کی میده؟ فامیل آقای آقای مهندس مشیری هم هست اینجا. این آقای امیر انتظام مثلا اینو که میگه شب این گفته خیلی خوبه، ولی بعد شما میبینید خودش همین اشتباه ها رو کرده، خودش همین مسیر رو رفته. درسته، همین میخواستم بگم، درسته که میشه بگی چون این مسیر رو رفته الان به اشتباهش پی برده اومده گفته، ولی باید اینا هی گوش زد کنیم که تا اینجای کار من اشتباه بود که به اینجا رسید. سعی کنید این قسمت ها رو. و مثلا دوستان میگن خب همین الان شما هم گفتید ایشون اصلا از لحاظ زندانی، خب یکی بود که با همین جمهوری اسلامی وزیرشون بود دیگه، بعد درست میگم وزیر وزیر کابینه اول یعنی دولت موقت، بله. ولی بعد که با اینا درفت، خب اگه شما میبینی آقا اینا نمیفهمن هی شما رو میگیرن میندازن زندان، یه راه دیگه پیدا کنید، یه کار دیگه پیدا کن. اینا تبرزدی، اون آقای تبرزدی هی شما رو میگیرن همین روزن زندان، هی شما میای بیرون همین روزن. بعض وقتا ایشون میگه نه من مرخصی نمیرم، بعد آخر کار فیلمش هست بنده خدا مصاحبه میکنه به اون آقای دهباشی، گریه و زاری که من به خانوادم ظلم کردم، بچه هم بزرگ شدن من نبودم فلان اینها. خب یعنی یه رول مدل یا یک الگوی موفق اینا نیستن. مثلا چگوارا طرف خب میاد هی عکسش هم میزنه اینجا اونجا، میگم آقای چگوارا و آقای کاسترو اینا، فیدل کاسترو اینا یه آدم هایی بودن نسبتا پولدار، از خانواده مرفعی بودن اینا، درسته میان میخوان از کارگرا از فقیرا دفاع کنن، ولی اونجایی به اشتباه میرن که دو نفر از کارگرا و فقیرا رو نمیارن دو داخل خودشون باشه، باز اینا تصمیم میگیرن برای کارگر، باز اینا تصمیم میگیرن برای، ولی این دوتا مسئله متفاوته. من از این که زندان بودن و زندان رفتن و نمیشه کردش یک اعتبار اتوماتیک، من با این موافقم، ولی بهتون یه چیزی بگم بر اساس تجربه خودم. زندان مثل یه تجربه خیلی مهم زندگیه. شما تا زندان نباشید، تا انفرادی نباشید، تا اون بلاها سرت نیاد، یه خود مشکل تشخیصش، همینطوری که آدم تا نبه نداره نمیدونه نبه میتونه از بچه‌هاش هم شیرین‌تر باشه. اینم یه تجربه جالبی میتونه باشه. البته فراموش نکنید یکی این که برای چندمین بار ما زایده اون فرهنگیم، ما هممون مشکلات رو داریم. دوم این که اگر نپذیریم که اشتباه کردیم، هیچ فرقی نمی کنیم با متن جامعه که نمی دونه، ما که ادعا می کنیم می دونیم، ما باید بپذیریم که اشتباه کردیم و از اشتباهاتمون یاد گرفتیم و حالا می خواهیم اینو با دیگران در میون بذاریم. به نظر شما آقای امیر انتظام به این نتیجه رسیده بود، به اون نقطه رسیده بود؟ من که... از برخی از نوشته هاش به این نتیجه رسیدم که خیلی چیزا رو تشخیص داده بود، البته همینطور که من تشخیص ندادم خیلی چیزا رو، ایشون هم یک چیزا رو تشخیص نداده بود. ولی شما اشاره کردین راجع به بازرگان، یکی از چیزهایی که آره بعد یه بار فکر کنم در این مورد گفتگو کنیم، چون حیفه که بخوایم فقط بهش اشاره کنیم. بازرگان در کتاب انقلاب در دو حرکت خیلی واضح اشاره میکنه به این که یک، انقلاب 57 یک انقلاب دموکراتیک و مردمی بود، اصلا میگه اسلامی نبود. بعد بدونی که بازرگان نزدیکترین شخص به اون مسئله است، میگه انقلاب اسلامی نبود. و بعد نشون میده در چه زمانهایی آروم آروم ورق برگشت و شد انقلاب اسلامی و بعد شد انقلاب آخوندی. اجازه بدید من به این دوستمون که همشهریم هم هست و چون خودش هم فیلم بردار هست داره ایراد میگیره یا میپرسه که این چه افکتی گذاشتیم و اینا، ما آقای خوشنودی هیچ افکتی نگذاشتیم، یا این باتری
دوربین ما میدونید دوربینایی که مال استودیو هستن یه باتری دارن که تاریخ و اینا رو نگه میدارن، اون شمارش ها رو نگه میدارن، یا این باتری ضعیف شده یا این رفته روی ستینگی که خود به خود داره دمو میکنه، داره نمایش میده، دمونستریشن دیگه. و دیدید من قبل از برنامه هم رفتم فکر کردم درستش کردم، متاسفانه درست نشد. توانایی ها رو نشون، توانایی خودشون نشون میده. حالا میشه با این دوربین چه کارایی کرد. بعضی وقتا ما باید بهش بگیم که مرحمت فرموده ما را مس کنید، ما نمیخوای نکنین کارا رو. آقای خوشنودی میگه چرا شما داری ویدیو افکت نشون میدی؟ بله این داره نشون میده که زوم این میتونه بکنه، زوم اوت میتونه بکنه، پیکسل میتونه بذاره و از کنترل من خارجه. دلیلش همون عدم همکاری ما ایرانی ها با هم است. اگر یه دوستی الان اونجا بود وقتی ما صحبت میکنیم تصویر رو یه تصویر دیگه میکنه، این دوربین را میندازه یا یه دوربین دیگه میاره، من دو تا دوربین دیگه پایین دارم، دو تا دوربین دیگه میآورد میذاش اینا. در صورت این رو قبول کنید با اون برنامه‌ای که شما میری مثلا مهمونی، طرف میخواد برای شما سنگ تموم بذاره، همون موقع میخواد روی توی حیات، اینجا میگیم روی دک، دکو به فارسی چی میگن؟ بله، میخواد برای شما کباب درست کنه. حالا یه دفعه میبینید مثلا زغالی که خریده خوب نیست، یا نفتی که میریزه بوش بوی نفت میاد، یا گازی اجاقش وسط کار گازش تموم میشه. یعنی همون جوری که اگه کباب درست کرد خوب شد، زحمت کشیده، ممکنه ویدیو افکت هم داخلش بیاد. از شما عذر میخوام و خیلی ممنون. بله میگه آره همون دمو فعاله، الان نمیدونم چه جوری اونو فعالیتشو از کار ببرم. و این دوربین ما یه ریموت کنترل داره که معمولا اینجا هست، ولی با ریموت کنترل همه کارا رو نمیشه انجام بدی. نه اون ستینگا با این فرق میکنه. من از شما بیشتر عذر میخوام چون این به نظر من اتفاقا شاید برای بینندگان جالب باشه. ما سیاه سفید میشیم، رنگی میشیم، بزرگ کوچیک میشیم، خستتون نمیکنه. خسته نمیشیم. خب نه از صحبت های شما که آدم خسته نمیشه. درباره این کتاب قبلا هم شما با من صحبت کردین، کتابی که آقای بازرگان نوشته، اینو اگه بتونید توی برنامه‌های آینده یه مقدارشو بگید، مخصوصا این عوض شدن یا ترانسفر یا هر چیزی که اسمی هایی، این جمهور، این انقلاب مردمی یا انقلاب عدالت خواهی و آزادی خواهی، تبدیلش به این. چون من با اینایی که مثل شما فکر میکنن مخالفم. من فکر میکنم این انقلاب از اولش ریشش مذهبی بوده و از اولش رهبرش خمینی بوده و اینا با برنامه و هدف اومدن جلو، چیزی که هست با کلک اومدن جلو. و از همون اول یه عده‌ای رو مثل آقای بازرگان، یه عده‌ای رو مثل دوستان دیگه، حتی ممکن شما، اینا رو فریب دادن. اینا فکر کردن اینا دنبال عدالت و آزادی هستن، ولی آقای خمینی مخصوصا دنبال جمهوری اسلامی بوده. دلیلش 1341 ایشون اعتراض کرد به شاه که این کاری که تو داری میکنی اسلامی نیست، رأی خانم‌ها اسلامی نیست، گرفتن زمین ها از فئودالا و پخش کردنش اسلامی نیست. من فکر میکنم که این یه بحث خیلی بزرگی، حتی اگه خواستید تو اندیشکده به عنوان یه تاپیک یه دفعه بذارید ببینید شاید اونا هم بعضی هاشون به این نتیجه رسیده باشن یا باورشون این باشه، تا حالا نتونسته باشن صحبت کنن. امیدوارم محیط جوری نباشه. باز برگردیم یکم در رابطه با اندیشکده صحبت کنیم. وقتی شما این اندیشکده رو به فکر، یعنی به پیشنهاد کی بود که تأسیس کنیم؟ بعد آخه یه چیزی هم آدم میبینه، یه گولی اون دور نگاه میکنه میگه، مثل زندگی دیگه، طرف میگه من میرم اینجا درس میخونم، بعد مهندس میشم، بعد اینجوری میشم، بعد اونجوری میشم. این گول هدف چی بوده و برنامه برای رسیدن به اون هدف چی هست؟ تو این برنامه اگر از A شروع کردید به نظر خودتون الان، یا معیاری دارید که این دیاگرام و نمودار اینا رو بکشید نقطه رو به هم وصل کنید؟ حتما. من میخوام اول اشاره کنم به مطلبی که شما بیان کردید در مورد این که شما باورت اینه که انقلاب اسلامی بوده، رهبرش خمینی بوده، و من اولا فکر کنم که این هم میتونه درست باشه.
نه تر چارچوبی که انقلابی که ملت ایران کرد مردمی نبود، برای عدالت و آزادی نبود. یعنی اون میتونه سر جا خودش باشه، اینم میتونه سر جای خودش باشه. یعنی برای خمینی و اطرافیانش انقلاب اسلامی بوده و شاید هم مثلا زودتر شروع شده، ولی برای ماهایی که انقلاب کردیم و من شخصا از روزی که شاه گفت حزب رستاخیز، من شروع کردم به براندازی. این ماجرایی که شما میگی من توی یکی از برنامه‌ها مثال زدم. الان میشه اینجوری گفت که میشه بگی خمینی با این دوستان سوار یه اتوبوس بودن، یکیش داشته میرفته اصفهان از شیراز، یکیش داشته میرفته تهران، دوتاشون به فکرشون بوده، دوتاشون هم هدفشون این بوده، ولی سوار این وسیله فعلا شدن. چیزی که هست اونی که خواسته بره اصفهان پیادش نکردن، اونم بردن تهران. و در ضمن شما اشاره کردی به این که یه دلیلی که این اسلامی بوده، برای اینکه 1341 خمینی به شاه اعتراض کرد که این کاری که میکنی اسلامی نیست. خب من حالا یه اعتراضی دارم به این، مگه خمینی چیز غیر اسلامی هم قبول داشت؟ اصلا خمینی قبول نداشت. یا آخوند تنها چیزی که قبول داره چارچوب دید و اندیشه خودشه. خب نه، یه سری دیگه آخوندها مثل منتظری مثلا در رابطه با بهایا اون دیدش فرق میکرد با خمینی، ولی مثلا شما خمینی، دیدار خمینی با شاه اون قسمت، یا بعد حتی خمینی دعواش با آخوندهای دیگه، درست اونو اگه نگاه کنی این فرق چیز میشه دیگه. مثلا مذهبای مثل مذهب سنی و شیعه، مثل مذهب اینها کاتولیکا و پروتستان‌ها که میبینید یه مقداری که مثلا شما پروتستان‌ها را یه کمی میتونید تحمل کنید، ولی کاتولیکا رو من هیچ گفتم. ولی یعنی منظور اینه که من هدف این بود، نه اینکه آخوندها ملاها همشون یک نوع دید و اندیشه دارن، نه، ولی از اینکه اسلامی هست و اسلامی فکر میکنه انتظار دیگه ما ازش نباید داشته باشیم. و برگردیم به داستان اندیشکده. اندیشکده در این چارچوب به وجود اومد که تنها راه رهایی مردم و نجات ایران دانش و بینش. ما باید خودمون رو اول بشناسیم، خودسازی کنیم، خودشناسی کنیم و خودسازی کنیم. من این دید و برداشت رو شروع کردم به بزنیم اصلا یه خود برگردیم به اول. زمانی که تو ایران همیهنانمون فعالیت میکردن و اعتراض میکردن راجع به رأی منکو، یادتونه زمان جنبش سبز 1388، بله، چندین جلسه توی منطقه فلوریدا بود و من معمولا توی تظاهرات زیاد نمیرفتم، ولی در جلسات میرفتم و سعی میکردم که این دیدها رو توی اونجا رونق بدم. و یکی از کسانی که اونجا بود، یعنی چندین نفر بعد از صحبت من اومدن با من شروع کردن صحبت کردن که خیلی علاقمند هم میخوان دنبال کنن. از این چندین نفر یکیشون دنبال کرد و صفر چسبید که من میخوام یاد بگیرم. و من با این شخص 9 سال پیش شروع کردم، هفته یک بار و هر بار 3 ساعت ایشون با من نشست درس خوندن و من به ایشون از طریق مطالعاتی کتابای مشخص، تعیین پرسش، دادن گزارش، ایشون شروع کرد اینی که یاد بگیره که چجوری فرهنگمون چی هست و چه مشکلاتی داره. این یه قسمتش بود. قسمت دیگرش این بود که آشنایی شدن با تاریخ نچندان دور میهنمون، یعنی ببینیم چه اتفاقاتی تو ایران افتاده در این 100 سال گذشته. و 1 سال که گذشت ایشون چنان دگرگون شد، یعنی ارجحیتاش فرق کرد، ارزشاش فرق کرد، شد یه شخص دیگری. به من گفتش این درست نیست که من یه نفر اینو یاد بگیرم، ما نیاز داریم اینو به جامعه یاد بدیم. و ایشون یه دی رو معرفی کرد که اینا بیان بشنن همین راهو. یادتونه با هم در رابطه با معلم
و عشق انتقال دانش صحبت کردین. ببینید این آقا وقتی متحول میشه به اونجا میرسه، ولی اونایی که نادان هستن فکر میکنن هرچی نگه دارن برای خودشون بهتره. اینم مثل پوله، زنده با اینجوریه. اول از قول من بهشون سلام برسونیم، تبریک بهشون بگیم که به این نکته رسیدن که دوست دارن اون چیزایی رو که یاد گرفتن، حالا یا بر اثر به اصطلاح با شما بودن، سر کلاس بودن، خودشون تحقیق کردن، بعد میگه که حیفه که من فقط اینا رو بدونم، اینو به دیگرانم باید بگم. یکی از چیزهایی که تو جامعه ما جا نیفتاده همینه، هم در رابطه با چریتی و خیریه و کمک کردن به دیگران، هم در رابطه با آموزش و انتقال دانسته های خودمون. اینی که شما گفتین خیلی جا، چون چند تا از به اصطلاح دستندرکاران رژیم سابق مثل علی امینی، مثل آقای ابتهاج، آقای شایگان، همشون توی سرنوشتشون اینو نوشتن. علی امینی میگه که شما وقتی یه جوونی میاد توی اداره دولتی یا یه دونه سازمانی، اونایی که اونجا هستن هیچی بهش یاد نمیدن، فکر میکنن که اگر من این دانش رو خودم داشته باشم این تضمینه، این جاب سیکیوریتی، جاب سیکیوریتی و امنیت شغلی، و امنیت شغلیه، من اینو برای خودم نگه میدارم. بعد حتی توی من جمله امینی رو یادمه که توی زندگی نامش نوشته محال غیر ممکن است که ایرانی به یک ایرانی دیگه چیزی رو یاد بده، و به شدت به این موضوع اعتراض میکنه. و آقای ابتهاج توی سرنوشتش می‌نویسه که آقای هوشنگ ابتهاج، نه آقای ابوالحسن ابتهاج که نه شاعر، نه شاعر اونی که بودش رئیس بانک ملی و بود رئیس سازمان برنامه و یه آدم بسیار جالبی بود، خیلی هم تو کار خودش درست و سفت و سخت بود. یادتونه که یه بارم صحبت کردم راجب این صحبت کردم که قرض نمیداد بدون قوانین، یادتونه؟ بله بله، که یک فامیل یا یه دوستش یه خانه بختیاری اومده بود ازش پول بخواد، من این گفته بعد طبق این قانون بانک اینه، میگه خب من نمیتونم این کار رو کنم، میگه متاسفم. بعد این میره دست به دامن شاه میشه، این خان میگه به ابتهاج دستور بده این که به من وام بده، اون قشقش میخن، میگه ابتهاج به خواهر من وام نداره. ببخشید، این دوستمون نوشته که مصاحبه جدیدی از شاه منتشر شده که در مکزیک داره میگه ما شنیدیم اسلام دین فلان و فلان این آخونده اسلامی نیستن. البته مشکل شاه این بود که فکر میکرد از آخوندها اسلام رو بیشتر میفهمه و همش شنیده بود اسلام جور دیگه ای هست. من همین اشتباه رو من با شما صحبت میکردم، گفتم اینا اومدن، البته بعضی ها میگن اینا اسلام رو خراب کردن، ولی بعضی ها به این نتیجه رسیدن که اینا عین اسلام، یا قبولش کن یا برو. آقای مصبا از آفریقا تماس گرفتن، اما انقلاب سال 1357 با برنامه آقای خمینی شروع نشده، بلکه در سال 57 ساواک CIA حرکتی را شروع کردن و پس از پروسه آقای خمینی سوار بر موج انقلاب ساختگی آمریکایی شد. آقای مصباح با شما یه مصاحبه میذارم، این آقای مصباح همین جایی که شما نشستید دو سه سال پیش، شاید هم بیشتر 4-5 سال پیش آمدن، و نمیدونم شما ایشون رو میشناسید یا نه. آقای غلام حسین مصباح یکی از اونها طرفدار رژیم جمهوری اسلامی و بعدن عوض شده و اینها، آدم بسیار جالبیه، باید حتما باهاش آشنا بشین. منتظر شما هستیم. من با شما مناظره میکنم در این باره که آقای خمینی میتونم بگم حتی CIA و اینا رو هم درس داد، بازی داد. خمینی از زمان کندی، دوست عزیز کندی، ببینید چه سالی کشته شد رفت، خمینی از زمان کندی این بازی رو داشت، به قول اینها این نمایش رو نوشته بود، اجرای چیز شو 1357 من شما دیدیم روی صحنه نمایش، ولی این نیست. این چیزی که شما میگی تلویزیونای لس آنجلس نمیگه. ایشون نوشته که
این درسته که آقای خمینی طرفدار قوانین اسلامی بوده و حتی قیامی هم در سال 1342 انجام داده، ولی بعد دنبالش این بود. نه خیر عزیز من، از همون سال 1341 اشتباه نکنید، 15 خرداد 42 اتفاقا پیامد 1341 انقلاب سفید 6 ماده ای، نه 12 نه 18 ماده ای شاه بود، که از همون زمان خمینی به اصطلاح مخالفتش رو شروع کرد. شما باید این برای برنامه های تلویزیونی چطونه زمانش رو زیادتر کنید که مجبور نشین. من با با این گفته جناب مصباح یه مشکل کوچولو دارم با اون، این که این همون چیزی که داریم دربارش گفتگو میکنیم، یکی از کاسی های فرهنگیمون فرافکنیه، اینی که شما فکر میکنید که سیاه و ساواک کودتا کردن و بعد ماها آخه سیاه و ساواک چجوری اومده به من اینو تقدیم کنه که برو مبارزه کن برای عدالت و آزادی و بشو جزء انقلاب، ولی اونا بر من این تزو نوشتن. من اینو نمیپذیرم. شما اون نشست گوادلوپ و اینا رو جزء همین قبول دارید؟ اصلا نه اینکه گوادلوپ نشستن و یک گفتگویی نکردن درباره ایران ولی ربطی به اینکه انقلاب کرده باشن اصلا نداره. اینا نگاه میکنن به اینکه فرصت و موقعیت چیه و چجوری میتونن منافعشون از این موضوع منافع بهتری داشته باشن. همش دور منافع خودشون اصلا ربطی به این نداره که بیان برای ما انقلاب کنن. میان از اینمون مسئله خودمون از آب گلالود ماهی میگیرن. فکر کنم یکی از بهترین بهترین مثالش جنگ ایران و عراقه. در بحبوحه جنگ ایران و عراق یک نفر زنگ میزنه به سفارت ایران در لندن و میگه که من اطلاع دقیق دارم این کشتی که داره با این مشخصات از توی خلیج فارس میاد که بره توی عراق، این داره وسایل جنگی میبره، این مسائل غذایی نیست، و همه رو مشخصاتو میده دقیق از کجا میاد، بارنامهش چیه اینا. و بعد میگه که وقتی شما تحقیق کردید دیدین من گفتم درسته، این کشتی رو فقط با این نوع موشک میتونین بزنید و ایران میره، این به ایران میده و اینو مطالعه میکنم این درسته با موشک میزن. همون شخص یه هفته بعد زنگ میزنه به سفارت عراق، مشخصات یه کشتی ایرانی رو میده. میدونی این شخص کی بوده؟ موساد. اینا چیزه ها، این سند موساده و کسانی که علاقمندن میتونن کتاب چاپ شده شو بخونن، By Way of Deception. یعنی چی؟ کلمه دیسپشن به فارسی چی میتونه؟ از طریق حق بازی تزویر. این داستان اینه که علتی این براتون گفتم، از آب گلالود ماهی میگیرن. اون موقع نتانیاهو بود سفیر اسرائیل در سازمان ملل و یک مخبری بر اساس این کتاب نتانیاهو رو پیچون، اینقدر سوال رو تکرار کرد نتانیاهو یهویی گفتش که یس، گفت بله ایران و عراق دشمنان قسم خورده ایران اسرائیل هستن، ما اگر بتونیم این دوتا رو به هم دیگه مشغول کنیم به نفع ما. و این کار کرد، هم آمریکا هم اسرائیل به دو طرف. حتما اون فیلمای دوره ریگان رو ببینید، مثلا کاش یک کپیش هم میتونستیم برای این آقای ترامپ بفرستیم که این کتاب نمیخونه. نه کتاب میخونه، ایرانیه. میگن که باورتون میشه که از دوره‌ای که ترامپ اومده سر کار باعث شده آمریکایی که اینقدر کتاب میخونن بیشتر بخونن به خاطر این کثافت‌کاری‌هایی که این میکنه و کتابایی که نوشته شده. این کتابه تو یه روز 750 هزار تاش فروش رفت فیر و الان بک اوردر رو اینا هم داره.
خب ما قرار بود با هم 90 دقیقه باشیم ولی الان روی 1 ساعت و 44 هستیم، ولی هیچ اشکال نداره. یه 16 دقیقه دیگه هم با شما میمونیم. این دوستمون آقای عزیز عیسی‌زاده، نمیدونم چرا ایشون اسم عزیز رو دو بار می‌نویسن. ایشون خیلی ممنونم گهگاهی و نظرهایی هم که برای من می‌نویسه، من ازشون استفاده می‌کنم. دوست گرامی، ما به تعداد مسلمان واقعی اسلام داریم، چون هر کسی اسلامش با بقیه مسلمانان فرق می‌کنه. اگر در قرآن بنگرید که سوره ها و آیه های آن هم در مکه محمد آیه نازل کرد، آیه های شاعرانه، و وقتی به مدینه رفت آیه ها و سوره های ضد انسانی نازل کرد. به شما پیشنهاد میکنم دو تا کتاب آقای آرمن ساگینیان نوشته بخونید. آقای آرمن ساگینیان میگه که محمد مدینه با محمد مکه دو تا هستن و ما مثل ماجرای داریم تو تاریخ، بردیا داداشش میکشتش، بعد یه بردیای دیگه میاد، یه آدم دیگه میاد میگه من بردیا هستم. اون موقع که اینترنت و عکس و تاریخ و این چیزا نبوده که کسی بگه این نیست. این ماجرای محمد هم میگن وقتی که از اونجا فرار میکنه یا حالا مهاجرت میکنه، میگن اون موقع کشته شده اون محمد تموم شده. و این که شما دو نوع این خوندید کتاب آقای آرمن ساگینیان؟ نه، ولی این داستان میدونم. بله، البته من آرمن ساگینیان رو یه دیوونه میدونم، یعنی واقعا میگم یه دیوونه کامل، چون این آقا ارمنیه، میگه که محمد به خوابش آمده گفته که بیا من از دست این مسلمانان نجات بده، هرچی من میگم اینا یه چیز دیگه میگن. و میدونید اینایی که یه خواب میبینن بعد یه دفعه خدا و پیغمبر و کتاب و اینا، یکم من به عقلشون به اصطلاح شک میکنم. در صورت نمیدونم حالا این مسلمان، البته اونی که ایشون میگه، چون هر کسی از یه کتابی که میتونه بخونه میتونه یه تفسیر خودش رو داشته باشه. مثلا یه فیلمای اون وقتا بود آخرش نه نشون میداد کشته شده آرتیست، نه موفق شده، واگذار میکرد به شما. وقت من و دوستم میمدیم بیرون، یادش بخیر آقای هادی نیازمند، از سینما تا خونه دعوا میکردیم. مثلا من میگفتم نه بابا زنده میمونه، اون میگفت نه میمیره. یعنی این برداشتتون به نسبت یک کتاب یا به نسبت مذهب که دیگه قربونش برم، انقدر دوربرش حرفه که نمیشه. من ساکت میشم، شما این کامپیوترها رو روشن کنید، نوشته های ایشون روی چیز هست. این یه دلیل دیگه که هنوز تو تلویزیون ها از کاغذ استفاده میکنن. دیدید با وجودی که کامپیوترم رو میزشه ولی کاغذاش این بغل، منم هنوز از کاغذ استفاده میکنم با وجودی که اینا اینجا. داشتیم در این مورد صحبت میکردیم که شایع پراکنی و پرونده سازی بی اعتمادی رو توی جامعه. اون بالایش من میخوام بیکم بیارید یکم پایین تر راجبه این فکر میکنید کی بود گفته بوده که پلیس نمیخواییم ما اینا؟ این توی کتاب حسن نراقیه، ولی اول انقلاب این توهمه، این توهم برای مردم پیش اومده بود که با انقلاب اسلامی، اینی که ما میخواییم خونه رو مجانی کنیم، نفت رو مجانی کنیم، از این کارهایی که مزخرفاتی که خمینی گفته بود، و توی جامعه‌ای که اینطوری میشه بهش میگن جامعه صلواتی. شما دیگه پول لازم نداری. میگن در یه چنین جامعه‌ای دیگه ما نیاز به پلیس و دادگستری و زندان نداریم و زندان‌ها رو تبدیل میکنیم به بستنی فروشی و دانشگاه. این آقای نراقی همون نراقی بود که در دفتر فرع کار میکرد و بعدم فرانسه بود. حسن نراقی خاطر جمع نیستم، سابقه شو نمیدونم. فکر کنم هم جامعه شناسه آقای نراقی، تا اون چیزی که من هنوز هم هست یا فوت شد؟ هنوز اونی... هست. نه، اونی که من میگم فوت شد، شاید اون یه اسم دیگه داره. دوستانی که تازه به ما پیوستید ازتون عذر میخوام اگر تصویر برنامه ها امروز با یه سری ویدیو افکت داخل قاطی میشه، این تقصیر منه حقیقتا، نمیشه بگی تقصیر دوربینه، ایشون میگه دیگران رو مقصر ندونی، تقصیر منه. ولی کارهای اینجوری یه وقت شما میبینی وسط یه برنامه‌ای
داری فیلم برداری میکنی اصلا دوربینت میسوزه، یا یک کامپیوتری نشستی کتاباتو داری مینویسی یه دفعه صفحه 200 هستی همش میسوزه. اینی که هی میان بیشتر سرتون اومده دیگه، داغم تازه شد. بله، اینی که میان به اصطلاح سکیورش میکنن، بکاپ میکنن، بکاپ پشتیبانی چی میشه، زاپاس اونم خارجی. یک مثلا من اینجا باید به جای یه دوربین همیشه دو تا سه تا بذارم. یدک، بله، یدک کلمه فارسیه حالا، یا اونم مثلا ریشش ترکیه. بله، هیچ اشکالی نداره این کلمه رو استفاده کنیم تا اونجایی که منظور رو بتونیم به هم منتقل کنیم برسونیم. البته من و شما سر کلمه با هم یه دعوایی هم داریم. شما همیشه میگی سلام، من هی تکرار میکنم درود. بله، آره، یا اونو... من روی شما اثر میذارم یا شما من از رو میبری. بعد ببینیم کدومش میگه. بله، بذار ببینیم این دوست رو آقای عیسی زاده یه لینکی. بله، میگن حسین نراقی در دفتر فرح بود. یه نراقی آدمه که مبدع تاریخ ایران چیست؟ فرار آخرین پستچی الله به غار سور به همراه ابوبکر. نمیدونم این هم وقتی میگن یار غار منظورشون این غاره. بله، اوکی، خیلی ممنون دوست عزیز. یه اسم دیگه هم برای این غاره نیست غیر از دوستانی که از مجاهدین جدا شدن؟ من دیدم معمولا اینو میگن، میگن ماها 30 سال توی غاره، حالا بالاخره ممکنه اسم دیگه ای هم باشه یا قاره دیگه ای هم بوده که یه سری دیگه همیشه اینا بودن که باید مهاجرت میکرده. خب شما داشتید اون قسمت شایع پخش کردن اینا رو میخواست، اون قسمت اعظم این داستان بیعتمادی نتیجه همون شایع پراکنیه و دو سه، یعنی حکومت دیکتاتوری اینا این کار میکنه یا باز جز فرهنگ؟ فرهنگ. یعنی اگر ما بخوایم، حتی خاطرتون باشید در این مورد گفتگو کردیم که اگه ما بخوایم جلو شایع پراکنی بگیریم خیلی آسون میتونیم این کارو بکنیم. این همون مسئله‌ای که شما صبح گفتین که وقتی میدونین که یه جنسی رو دارن یک کارایی میکنن توش، نخرین. این نخرین اون مجبور تدبیر، یا اگه یه جایی شایع هست اونم باز از خودمون شروع کنیم بگیم من نمیخوام گوش یا بگیم که من نه حاضرم در مورد کسی پشت سر کسی حرف بزنم، نه حاضرم گوش بدم. آقای لادن، به جان دوتا بچه ما، یه دوستی دارم مال مراکش، دیروز آمد اینجا یه کاری داشت دادگاه و همون تلفنی هم که موقع نهار یه نفر زد در همین رابطه بود که گفت دارم میرم دو هفته دیگه‌ام و منو اینجا سوار کرد. وقتی در راه داشت میرفت گفت میخوای ببینی فلانی درباره‌ات چی گفت به من، تلفنشو در آورد، گفتم نمیخوام ببینم چی گفته، نمیخوام شما به من بگی، هر چی گفته باور کنید. میگم به جان دو تا بچه‌ام، گفتم ببین هر چی گفته درست گفته. گفت نه من میدونم درست نگفته. گفتم خب تو اگه میدونی درست نگفته چه اصراری داری که به من بگی، چه اصراری داری به من بگی، میدونی اون چیزی که اون گفته درست نیست. وقتی اومد منو رسوند اینجا، صورت منو ماچ کرد، دست منم ماچ کرد. طرف مال مراکش خیلی هم جوونه، اندازه پسر منه، کمک میکنم بهش گاهی وقتی مجانی میرم براش این ور اونور چیزایی که نمیدونه مال این شرکت و اینا بهش یاد میدم. گفت من دست و صورت بابامو ماچ نمیکنم ولی تو من خیلی چی یاد میدی. چرا؟ گفتم برای اینکه من معلم بودم، همینجوری دوست دارم به این اون چی یاد بدم. یادش دادم آروم صحبت کن. البته خود من بعضی وقتا خیلی ناآرام میشم. الان یه نفرم از انگلستان برای من نوشته آقا این درسته که در رادیو تلویزیون بعضی وقتا آدم ها فوش بدن. میخوام ازش سوال کنم منظورتون از بعضی وقتا کیا هست و آدم ها منظورتون کیه؟ اگه منم، من هنوز آدم نشدم. بفرمایید. بله، من برای شما فرار محمد از مکه و مدینه را کاریکاتورش رو فرستادم که این فرار محمد شده تاریخ ایران با 10,000 سال تاریخ. برای همین من اول سلام به آقای سوربی و درود به آقای لادن فرستادم. آخه اون بالا نوشته بود سلام به سوربی، درود به آقای لادن. این آقای خوشنودی. بله، با سپاس. من میخوام دو تا اشاره کوتاه بکنم و دیگه انتهای گفتار منه.
در مورد بیعتمادی مانتسکیو میگه که در ایران دامنه شک و تردید، بدبینی و بیعتمادی نامتناهی و بیانتهاست. این یه بیگانه داره درباره ما میگه. آدم سمیت معتقده که چنانچه در زندگی اجتماعی بدبینی و بیعتمادی شیوع پیدا کند، اجتماع تبدیل به فردها یعنی تک تک و رابطه اجتماعی تبدیل به رابطه غریزی یعنی حیوانی و قانون تبدیل به قانون جنگل یعنی چماقی و زوری میشه. همون مشکلی که تو جامعه ما اولیش از همش مهمتر بود که جامعه تبدیل میشه به فرد و ما این تو کاملا در همین من میخوام بگم به خاطر همین شاید برای من جالب اومده که ما اینو قشنگ میبینیم که مثلا یه جایی که میرم من یه جا میرم مثلا میرم وایسادم تو صف، بعد این طرف میاد یواش یواش میزنه جلو صف، به خودم میگم این چی فکر میکنه، این چرا فکر نمیکنه من مثلا داداششم، چرا فکر نمیکنه که من برادرشم، و چرا فکر میکنه که خودشو اصلا بزنه به یه راه دیگه، به یه جای دیگه که بیاد جلو من وایسه، یا همون برای که خودشو قسمتی از جامعه نمیدونه، قسمتی از این خانواده نمیدونه. میشه حق دیگران ما اصلا حق نمیدونیم. خب سپاس فراوان، ما از شما ممنونیم و آقای لادن فردا هم اینجا هستن، حالا اگر به اصطلاح اتفاقی بیفته و بتونیم باز برنامه بذاریم، دوربینمون رو درست کنیم، دوربینای دیگر رو بیاریم بالا، ممکنه از وجود ایشون استفاده کنیم. اگه نه سعی میکنم در هفته های آینده یه مقداری وقتی رو که با ایشون هستیم بیشتر به جای این 30 دقیقه ایشون بعض وقتا برای من مینویسه که من 16 دقیقه وقت میخوام، 12 دقیقه وقت میخوام، میگم آقا حالا ما که از این بری محدود نمی کنیم، شما هم از اون بری زور نگو دیگه، حالا بیا با ما باش. در صورت خیلی ممنون از شما، اینقدر زحمت کشیدید واقعا آمدید اینجا و امیدوارم که این سفرتون سفر خوبی باشه، همینجوری که فعلا برای ما خوب بوده، جلو طوفان رو نگه داشتید. و امشب دوستان داریم با آقای لادن، اگه ایشون بخواد، اگه نخواد اصلا نمیریم، ولی من بلیط گرفتم اونجا گذاشتم که بریم، داریم میریم شب دورهمی. بذارید من اینو نشون بدم دوستان، اگر خواستن کسی تو این منطقه، احتمالا اونا هنوز اگر به اصطلاح دورهمی یا شب دورهمی اینه بلیط باشه خواستید، ما اینجا هستیم. اجازه بدید من این تصویر رو بهتون نشون بدم یه بار دیگه، از اینکه امروز دوربین ما این اشکال رو به وجود آورده بود، ولی آقای لادن حرف قشنگی زدن، گفتن بد نشد این امکانات رو نشون داد که بگیم ما میتونیم این کارا رو هم انجام بدیم. الان سفید سیاه شد، این یکی کلاسیک شد و بعد میاد به اصطلاح میرور میکنه، مثل آینه دوتامون رو نشون میده. ولی این چیزی رو که شما الان میبینید شب دوره همی در یه جایی به نام پارس پلیس. آقا شما اهل تخت بازی هم هستید؟ بچگیاتون اگه بچگی ها تخت بازی میکردی من الان نمیتونم با اتون تخت بازی کنم، ولی یه جا من رفتم شروع کنم به کار، اونجا وقتی که بیکار میشدیم برای که وقت بگذره یه اتاقکی بود، میرفتن اینجا مینشستن و ورق بازی میکردن. بعد اینا اومدن من گفتن که سوربی تو هم بیا، گفتم چی بازی میکنین، گفتم پوکر، گفتم من پوکر بلد نیستم، همهشون گفتن چه بهتر چه بهتر، چون ما دوست داریم کسایی که بلد نیستن باشون. حالا امشب تختمونم میاریم اونجا، این شب دوره همی یه بار دیگه بهتون نشون میدم دوستان، میتونید اونجا تخته بازی کنید، حکم بازی کنید، رامی بازی کنید، خنده، هر چی دلتون میخواد، شادی، میتونید مشروب خودتونم بیارید. نوشته بودن واین و من پرسیدم آبجو چی، گفتن واین اند بیر هم میتونی بیاری، به اینا میگن سافت لیکر یا بله. اون هارد لیکر بعضی وقتا بله. احتیاج به جواز و اینا داره خانده. حالا امشب اگه خواستیم بیاییم با همون شراب رضایت بدیم. میگن که من هم به شما و هم به آقای لادن درود میفرستم، امید است این برنامه ها را تکرار بفرمایید. آقای عیسی‌زاده نمیدونم ایشون فکر کنم از اروپای جایی باشه، من
اگر رو صفحه‌شون نباشن متوجه نمیشن. در صد ما هم از شما ممنونیم. بفرمایید. سپاس. من میتونم پس. آها اوکی. خیلی ممنون. درود. دوستان عزیز، من چند دقیقه‌ای با شما هستم، اگر صحبتی، سوالی، چیزی دارید در خدمتتونم، و اجازه بدید من کتاب ایشون رو یک بار دیگه به شما نشون بدم. این تاریخ رو هم امروز خدمتتون بگم، جمعه 23 شهریور. یک خبر خوب براتون دارم، دوشنبه به غیر از اینکه با آقای جلیل مرتضوی هستیم، مهمانی که قرار بود امروز ساعت 1 برنامه داشته باشیم و تماس گرفتیم بهشون گفتیم که به خاطر این برنامه طوفان و اینها ممکنه نشه و ایشون هم قبول کرد، دوشنبه با ما خواهند بود. ضمن اینکه دوشنبه ها برنامه کانون آوا رو داریم. کانون آوا افرادی هستن که سالهای سال در سازمان مجاهدین جوانیشون، عمرشون رو گذاشتن، بعد متوجه شدن که این سازمان سازمانی نیست که بتونه آزادی و عدالت برای مردم ایران بیاره و تبدیل شده به یک فرقه، جدا شدن. وقتی متاسفانه جدا شدن با مشکلاتی از طرف این سازمان روبرو شدن که این مشکلات و اینها رو به من و شما میگن. این برنامه تلویزیون مردم رو به دیگران هم اگه معرفی کنید، من به نوبه خودم از شما ممنون و متشکر هستم. شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. از اینکه با ما بودید ممنون و متشکرم. یه بار دیگه از آقای لادن تشکر میکنم که هم واقعا سفر یه سختی راه، وقتا میگفتن خستگی راه، یه خستگی و اینها داره، ایشون لطف کردن، قبول کردن، آمدن اینجا و من از این بابت ممنونم. از ایشون خیلی یاد گرفتم. من امروز از صبح رفتم خدمت ایشون و وقت صحبت میکنید شما میبینید که تو هر جمله‌ای که میگید یه ضرب المثلی، یه مثالی، یه نوشته، یه کتابی رو ایشون میگه و ازشون یاد میگیریم. شما هم سعی کنید از دیگران یاد بگیرید. شما هم سعی کنید اگر چیزی میدونید دریغ نکنید به دیگران یاد بدید. یه چند دقیقه به ما وقت بدید که این برنامه تلویزیون رو از برنامه زنده به صورت برنامه‌هایی که از پیش ثبت شده، یا تو ایرانی بهش میگیم بازپخش، به انگلیسی بهش میگن ریران، تکراری هم میگن، عوض کنیم. شما میتونید با تلفن هم برنامه های ما رو به اصطلاح گوش بدید. شماره تلفنی هم که میتونید برنامه ها رو بشنوید هست 605-475-58-83 که از 3-4 دقیقه دیگه همه اینها را میفته و بایگانی این برنامه هم تا 1 ساعت یا حتی کمتر ممکنه روی یوتیوب هم باشه. ضمن این که فیلم روی فیسبوک رو ما از همون موقع که خداحافظی میکنیم اون به عنوان بایگانی میتونید استفاده کنید. روز و روزگار بر شما خوش. به امید دیدار دوشنبه. این قرار 100% مونه، ولی قرار 50-50 یا 60-40 رو برای فردا هم بذاریم که بستگی به موقعیت و شرایط به اصطلاح برنامه آقای لادن ببینیم که امکانش هست یا نه. ایشون گفتن که من از شما خواهش میکنم یک برنامه مخصوص با آقای لادن بگذارید در مورد زندان زمان شاه تا مردم فکر نکنند زمان شاه ایران بهشت بوده و حالا نیست. خیلی ممنون، اینم حرف خوبیه، ولی به اصطلاح بعضی وقتها دیگه واقعا اینا رو از بس تکرار کردیم به این نتیجه رسیدیم که من و شما میگیم ولی اونی که نمیخواد قبول کنه، قبول نمیکنه، میگیم آقا ول کن بذاریم بره، اقلا چون اختلافامونی که میدونیم کجاست اینا رو ول کنیم، فعلا بیان بگردیم دنبال یک به اصطلاح وجوه، نه یک وجوه، یک وجوه مشترک غلط، یا یک وجه مشترک یا وجوهات مشترک. دوستان عزیز مرسی که با ما بودید. روز روزگار بر شما خوش. به امید روزهای بهتر، آینده‌ای روشن‌تر. مرسی.